با سلام به شما بینندگان عزیز، هر جای دنیا که هستید امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید، اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. توی آمریکا معمولا جمعه ها مردم کت و شلوار و کراوات و اینها رو رها میکنن، لباس های راحت میپوشن و بهش میگن casual friday، یعنی جمعه راحت، جمعه خودمونی. من فکر میکنم باید دوشنبه ها رو به عنوان casual friday انتخاب کنیم، چون بعد از 2 روز تعطیلی تازه خسته تر میشیم. البته ما تو ویکند ها معمولا کار میکنیم. در هر صورت با شما هستیم، خودمونی، نه فکولی، نه کراواتی، نه ادعایی، نه هیچ. مثل یه مهمونی که هم دیگر رو میبینیم، 2 کلام بنده میگم، 100 کلام شما فحش بده. امروز نوشتم که این فیسبوک جای خوبی شده برای ما ایرانی ها که به هم دیگه همینجوری فحش بدیم، با دلیل بی دلیل. البته اسم این برنامه هست 60 دقیقه با سربی. 60 دقیقه اول که گذشت میریم خلیج فارس، دوستمون برای شما برنامه 28مین عقل بشر رو اجرا کرده، پخش میکنیم و بعد میریم سراغ فیسبوک و تا اونجایی که بتونیم فیسبوک رو به شما نشون میدیم. اونهایی که ندارن بفهمن که چقدر خوبه ندارن، اونهایی که دارن شاید به خودشون بیان و عیدش رو بزنن. در هر صورت دوستان عزیز، زلزله‌ای به شدت 7.3 ریشتر بین عراق و ایران آمده کرمانشاه سر پل ذهاب و عکس‌های بسیاری از نزدیک به 400 نفر کشته شدند. جالب اینه که خب می‌دونید همه جای مسئله دسیسه و اینها هست، همینجا توی آمریکا الان یه شهری، شهر که چه عرض کنم، چند تا ایالت رو به خاطر اینکه میخوان گاز و نفت رو به زور از زمین بکشن بیرون و کم خرج، یه سیستمی هست بهش فرکینگ میگن که گاز رو با فشار میفرسن توی سطح زمین و از اون ور بیچاره زمین حالش بد میشه، گاز رو میفرسه بالا، اینا هم گاز و آب رو میگیرن، گاز و آب و روغن و هرچی نفت میگیرن، هرچی رو میخوان استفاده میکنن، هرچی نمیخوان دوباره برمیگردونن. میگن این باعث شده که مثلا جایی که در سال 19 تا زلزله میمده الان نزدیک به 1000 تا زلزله بیاد. یعنی متاسفانه میگم اینجا هم آمریکا هم همین اوضاع و احوال هست. دیشب داشتم یه برنامه رو میدیدم، من بیشتر داکیومنتری مال پابلیک تیوی رو نگاه میکنم و خیلی جالب بود. میگفت اصل و اساس این سدسازی از اول غلط بی خود بوده. میگه کره زمین میلیون ها سال زنده بوده و موجودات روش زندگی کردن، احتیاج به فضولی و دخالت من و شما نداره که براش سد بسازیم یا نسازیم. بعد اومد درباره آتش و آتش سوزی صحبت میکرد که اصلا چشم آدم باز میشه، کم مونده بود شاخ در بیارم. میگه اصلا این آتش سوزی ها باید باشه. میدونید دو هفته پیش توی کالیفرنیا چندین هزار خونه و اینها سوخت و این میگه که باید باشه. و یادم رفت اسم اون فیلمه ببینم چیه، بذار من این برنامه امروز رو با شما دوستانی هم که روی مردم تیوی ما رو میبینید شیر کنیم. sharing is caring. بله، share on new on a page you manage. چشم، اینجا می نویسیم 60 minutes with Sorby. خب شما هم اگه با دوستانتون شیر کنید ممنون و متشکر میشم. و اما اجازه بدید که درباره برنامه آقای بهرامی، خیلی از شما بیننده ها گفتم هم شکایت کردید که من صحبت کردم نیذاشتم اینشون حرفاشو بزنه، خیلی های دیگه زنگ زدن گفتن آقا ایشون بیشتر بیاد حرف بزنه، خود ایشون هم پیامی گذاشته بود و گفته بود که تازه این حالا تصویر و صدای منو که میبینید دوست عزیز، من دارم از روی برنامه اصلی کپی میکنم، یعنی الان نگاه کنید من این دوربین میارم عقب میبرم جلو و
اگر بتونیم با اون کوالیتی اصلی پخش کنیم خیلی بهتره. کوالیتی اصلیمون موقعی هست که روی یوتیوب هست. در اصل ممنونم، این دوستمون از آفریقا داره برنامه رو نگاه میکنه و نوشته صدا و سیما عالی است. امیدوارم به زودی شما رو هم داشته باشیم. شما یکی از اونایی بودید که بحث انگیز بودید در رادیو تلویزیون های ایرانی. نمیدونم چرا یه دفعه کنار کشیدید و رفتید، حالا یا اون ازدواج یا بچه دار شدن و اینها. در هر صورت منتظر دیدار شما هستی. بله، برنامه های آقای بهرامی، آقای بهرامی هم اینجا لطف کردن پیغام گذاشتن، گفتن حدود 40-50 نفر با خودشون تماس گرفتن، از این بابت خوشحالم. دوستانی که میگن شماره تلفن آقای بهرامی، بابا جون یکم دقت کنید، شماره تلفن روی برنامهشون توی یوتیوب هست و منم براتون یه بار دیگه اینجا میخونم. ایشون لطف کرد وقتی که برای ما نون بربری فرستاد، پیچیده بود توی پاکت و اینها، بعد یو پی اس قبول نکرده بود، بعد گذاشته بود توی کارتونی، یه چند تا هم کارت باهاش بود. شماره تلفن آقای بهرامی هست 516، این ایریا کده. حالا اگه از خارج از ایران تماس میگیرید، اول باید پیش شماره آمریکا رو بگیرید، نمیدونم فکر کنم 201 نمیدونم در صورت مطمئن بشید، بعد 516 ایریا کد یا پیش شماره نیویورک، بعد 637 57 45. این شماره تلفن دستیشون هم هست که همیشه همراهشون هست و جواب میدن. ایشون مربی فوتبال هم هست، اگه یه وقت تیمی دارید و اینها که میخواین مربیگری باشه در، حالا نمیدونم فقط در نیویورک یا جای دیگه میرن، با هم به اصطلاح صحبت میکنید. خب این دوستمون میگه که نژاد ما ایرانی ها خیلی بده. میگم خب یه نژاد دیگه پیدا کن تا بریم اون نژاد عوض رو چیز کنیم. میگه که شما باید اول اقرار کنی، ادمیت کردن یعنی اقرار کردن، قبول کنی که این نژادمون بده، بعد بریم یه نژاد دیگه. دوست عزیز، من اصلا به نژاد باور ندارم. نژادی که الان دی ان ای ثابت کرده هیچ کس خالص نیست، شما خودتو اسیر نژاد کردی. من اینجوری شما رو گذاشتم سر کار که شما به من بگی چه نژادی بهتره، بعد بیام برات بخونم راجع به اون نژادی که شما فکر میکنی بهتره، ببینیم چقدر افتضاحه. در اصل یه دی ان ای این روزا شده 64 دلار. به اصطلاح من اگه خودم باور داشتم که نژاد من آریاییه، نژاد من مثلا قشقاییه، نژاد من لوره و یا کرد، باسری، از باسری ها کسی خبر داره؟ عرب باسری هستن یا لوره باسری؟ اون وقت میرفتم دی ان ای میدادم که به این اون ثابت کنم، هر کی هم گفت بگم بفرماد آقا این مدرک. من میگم اصلا نژاد در طی زمان عوض شده و ثابت شدن که آخرش هممون میشیم مثل آفریقایی ها قهوه‌ای رنگ. حالا ما ایرانی ها یه مقداری زودتر این کار انجام دادیم، این آمریکایی ها و اروپایی ها هنوز در راه هستن. خب علی جان، آقای ترابی اون روز ما رو عصبانی کردی، بعدش گفتود ما شوخی کردیم. باش که موقع شوخی من میرسه. بعد از برنامه خودم ساعت 3 که میشه 12 ظهر کالیفرنیا، دوستمون از خلیج فارس صحبت میکنه، برنامه 28مش که قابل شنیدنه، همشون قابل شنیدنه، یک از یک از هم بهتر میشه. این نتیجه عراق رو ببینیم که چی شده و ایشون با عقل و منطق میاد دربارهش صحبت میکنه. پس از اون من میام سراغ دوستانی مثل آقای علی ترابی و دیگر دوستان که بهشون گفتم امروز درباره فیسبوک و اینکه من و شمایی که هنوز بلد نیستیم از فیسبوک استفاده کنیم، آیا لیاقت حکومتی بهتر از آخوندها رو داریم؟ من اینجا نوشتم 80-20 رو قبول دارید. میدونید که توی تلویزیون ها وقتی یه کسی یه چیزی یاد میگیره، این که میگه اون میگه، اون میگه، اون میگه، اون میگه. فقط در تلویزیون های ایرانی نیست، اینجا شما تلویزیون های آمریکایی رو شبا نگاه کنید، مثلا روزی که ترامپ گفته بود کات کات کات، یعنی این مالیات رو ببریم، این قیچی کنیم، شب اون گفت کات کات کات، اون گفت کات کات کات، اون گفت کات کات کات، اصلا وقتی اینا رو با هم پخش میکرد خیلی خنده‌دار شده بود. سیستم تلویزیون های ایرانی هم به همین صورت. یه چیزی که من شنیدم یا من بهش رسیدم میگم، دیگران میگن. یه چیزی که دیگران گفتن من میگم و مهم نیست. ولی
چند مدته که میگن 80-20. این سیستم 80-20 گویا انگلیسی ها را انداختن، پروپاگاندا. پروپاگاندا حالا تبلیغ های مثبت و منفی هرچی که یک کسی انجام میده، بعد میان روی مخ شما کار میکنن. یعنی 80% بدی میگن از چیزی که شما بدت میاد، 20% از چیزی که خودشون خوشش میاد میذارن تو مغز شما. اینو اگه کسی قبول داره، بعد میرسیم به این فلسفه ای که بعضیا میگن آقا چرا از آخوندا بدی نمیگی؟ آقا اول برنامه مرگ بر آخوندا، ننگ بر آخوندا، مرگ بر دیکتاتور، ننگ بر دیکتاتور. آخه ببخشید من و شما باید خیلی احمق باشیم وقتی که آخوند 39 سال مرگ بر آمریکا میگه، بعد 2 سال میدوه مسموس میکنه تا بیاد با آمریکا آشتی کنه. 39 سال مرگ بر آمریکا میگه، قیمت دلار ای کاش 39 برابر شده بود. چند برابر شد؟ از 7 تومن به 4000 خورده رسید. پس من و شما مگر اینکه احمق باشیم که به جای اینکه بشینیم صحبت کنیم، بیان مثل تلویزیون ایران آریایی، مثل این شاهلایی عقب افتاده، هی بگیم مرگ بر این مرگ بر اون. امروز یه دوستی گفت که آقا من نمیدونم چرا شما به شاه گیر میدی. گفتم آقا مگه شاه پدر خانواده نبود؟ گفت بله. گفتم اگر شاه پدر خانواده شما رو ول کرد رفت، شوهر ننت آخونده آمدن هم به مادرت بدرفتاری کردن، هم به شما تجاوز کردن، شما چه کار میکنی؟ روزی 100 بار نفرین به بابات نمیکنی؟ روزی 10 بار به بابات فوش نمیدی که میگی اون ما رو به این روز انداخت؟ گفت چرا، راست می. من براش یه ویدیوی فرستادم راجع به شاه و شاه سوئیس رفته که فرح رو نایب السلطنه کرده. وقتی باربارا والتر از میپرسه خانوما این چی و اینها، میگه نه خانوما اصلا مغزشون مثل آقایون کار نمیکنه. خب مرد حسابی، تو که تا روزی که زنده هستی که نمیذاری زنت حکومت کنه، حالا هم که اسمشو نوشتی به عنوان نایب السلطنه، ببخشید این آمریکایی‌ها میگن shut up and dance، یعنی خفه شو و برقص، ساکت باش، برو دنبال کار زندگیت که اینجوری فرح دست به دست دیگران دسیسه نمیدونم با روسیه و فلان تو رو اینجوری در به در نکنه. بماند، منتظر هستیم آقای احمدعلی مسعود انصاری برنامه 4میشون که حقیقتا برنامه دوم دور دوم میشه بیاد و به اصطلاح در رابطه با خانم فرح پهلوی صحبتاشونو بگن و انجام بدن. از دوستانی که برنامه ما رو میبینید ممنون و متشکرم. هر کدومتون هر وقت عقیده‌ای دارید، باوری دارید، مخالفتی چیزی، من منتظرم بی صبرانه که این کامنت فیسبوک رو مثل کامنت یا یعنی قسمت نظر دادن فیسبوک رو مثل قسمت نظر دادن یوتیوب از کار بندازم، چون اتلاف وقت دشمنی برای همدیگه هست، هیچ چیز دیگه توش نیست. اگر کسی واقعا میخواد حرفی بزنه، تلفن داریم، زنگ بزنه، پیام بذاره، ایمیل داریم، تماس بگیره، قرار بذاریم، مهمونمون باشه و الی آخر. در صورت من هر روزی هم که بتونم فیدبک برای فیسبوک بفرستم براشون میمیسم که به اصطلاح این ماجرا رو، ماجرای کامنت رو بذارید دلخواه، هر کی دلش میخواد باز باشه، هر کی دلش نمیخواد ببنده. چون من اومدم یه چیزی رو میگم، من میگم آقا کسی که حالا راجع به فیسبوک صحبت نکنه، بریم پیام این دوستمون رو بذاریم با اون لهجه زیبای اصفهانی که ایشون گفته، ببینم چی گفته. آقای ایریا کد 425 کجاست؟ سن به اصطلاح کالیفرنیا است. بفرمایید. الو. بر آقای سوری عزیز، من از شما خیلی خیلی متشکرم که اون پیام منت اون آقای بهایی رسوندی. ولی اون آقای بهایی جواز با شقیقه مطابقت کرد و جوابی داد که اصلا به هم نمیخورد و من پیامی بعد یه فرستادم و شما خوب گفتید تو سه
فهرستتون من پیام رو میخونم، ولی بعد سر شلوغ بود، خیلی بود کارات خوب بود و پخش نشد. اگر در صورت امکان اگر خود دوست دارین اون پیامو پخشونی که مردم قضاوت خودشون میکنن. و خیلی متشکرم از شما و لطف کردی، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، پیام بسیار خوبی گذاشته در کمتر از یک دقیقه. تنها چیز اکاش اسمتونم میگفتید، یه اسم علکی بگید، حسن امیدواری مثلا، که ما یاد بگیریم نترسیم اسممون رو بگیم، نظرمون رو بگیم، ایرادمون رو بگیریم، بعد به عنوان احترام به مهمونای برنامه اسم اونا رو هم یاد بگیریم. تنها جوری هم که میشه این کار انجام بدیم اینه که قبل از این که ما بخوایم دربارش صحبت کنیم اسم طرف رو اینجا بنویسیم. ببینید آقای بهرامی، پیام آقای بیننده اصفهانی، گفتم ولی پخش نکردم. دوست عزیز، ماجرای این گفتن و پخش نکردن خود من رو همیشه یاد موقعی میندازه که دانش آموز بودم، روزانه‌مون 5000 بود، از 2000 و 3000 و اینها رسید بود 5000 و میرفتیم از این منطقه پیاده به اون منطقه که بریم مدرسه. سر راه یه شیادی از این پرده ها و نمیدونم معرکه، اونایی که تعزیه میخوندن و اینا، نه معرکه میگرفت، 4 تا قوطی میذاشت، یه آفتابه هم میذاشت، گاهی وقتی میگفت اگه 4 تا جوان مرد پیدا بشن 4 تا یه تومن به من بدن میرم تو این آفتابه. بعضیا پول میدادن، میگفت حالا اگر 10 تا جوان مرد پیدا بشن 10 تا 5000 به من بدن، من از توی این قوطی مار دو سر در میارم. ما احمق نادان هم فکر میکردیم حالا خیلی جوان مردیم، 5000 میدادیم به این که یا معتاد بود یا کلاهبردار بود یا از اینایی بود رفته بود زندان اینا، بعد منتظر میموندیم تا حالا این به اصطلاح مار دو سر رو از اینجا در بیاره. حالا فکرش بکنید اگه این قولی که داده بود به اولیا قرار بود بره تو آفتابه، قراره مار دو سر هم در بیاره، هی وای میسادیم، یا مدرسه‌مون دیر میشد یا اگه از مدرسه اومده بودیم پولمون هم داده بودیم به این، حالا گرسنه و تشنه خونه نهار باید میرفتیم، دیرمون میشد دیگه، راه میافتادیم ول میکردیم میرفتیم. یا اینکه یه آجانی که بعدن فهمیدیم آقا این آجانا هم با خود اینا هستن، یا آجانی از راه میرسید چه کار میکنی، معرکه رو جمع کن، معرکه رو جمع کن، سد معبر کردی، اینم ور میداشت میگفت حالا دیگه هیچی، مردم هم پشت سرش هو و دست، حالا یا دست برای آجان بود یا هو برای اون بود معلوم نبود. این ماجرای ما گفتیم و عمل نکردیم، گفت اگر مهمان مایی تازه دل باش. ولی از شوخی که بگذاریم، بذار شما که گفتی من اینو برات پخش کنم. این ماجرای شقایق و گوزن و نمیدونم اینها، دوستان ببینید وقتی ایشون میگه مثلا خانم شقایق با آقای گودرزی، همه ما میدونیم منظور ایشون گوز چه کار شقیقی داره، یا این درسته؟ چرا ما میایم اینجوری عوض میکنیم؟ وقتی این کارا رو میکنیم، شاعری که با اون صراحت اشکال ملت و اشکال دولت میگفته مثل ایرج میرزا، این میره کنار از صحنه ادبیات ما، میره کنار و یه شاعرای میاد وقتی تو میگویی وطن، من زرزر میکنم جانم وطن. دروغگو، به جایی که راز حقیقت رو بگن دروغگو. نوامبر 3، شما اولین پیام رو دوم نوامبر گذاشتی، دومین پیام رو نوامبر به اصطلاح سوم نوامبر، که این یکی هم دیروز بوده. حالا بشنویم این پیام رو، ببینیم این دوستمون چی گفته و در چه مدت زمانی. در 2 دقیقه و 44 ثانیه بفرمایید. آقای سوربی عزیز، درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز. آقای سوربی، الان شما یه نامه خوندین از پست اوهاوا و واقعا تشکر کردین، تمام مردم میدونن کاری خوب خوبه و از شما چنچش تشکر بذاش کردی. این دلیل میشه به اون آقایی که اومدن بهاییه و من میگم بهو حضرت بهاولادون که نگونی وقت توهین کرده، حضرت بهاولادون سواد نداشته، خودت هم خوند گفتی که نخوندست اونجا، 13 هزار آثار داشته. شما میگون که برو بخون، میگم چی طوری میتونه یه نفر که
از 24 سال یا 20 سال یا 24 سال اومده پیغمبر جان همش هم تو زندان بوده هیچ ارزای کدو نیستش هم نداشته. شما میگوین برو بخون. من از آقای مشیری، آقای میز آقاسی، آقای محمد امینی خودشون گفتن که حضرت باب این کار رو که دعایش کرده و بدتر کرده اون رو نمیخواد توهین کنن و حضرت بهاءالله چی توی من اینه که گفتم بهاءالله نتونه 18 هزار من خواهم نمیم چی توی رو رشته چی نمیشته شما بگوین که نه برو بخونید و این بچه گویز این اینه اگر واقعا میخواهی مردم رو فرید بده شما چه اصفهانی نیست شما گوی پدر مادر اصفهانی اگر اصفهانی بودی منظور شما منم یا آقای تایید بعد لطف کنید همونجوری که میگم شما خوب پیام میذارید از تکرار کردن که میشه تکرار مکررات به اصطلاح خودداری کنید. بله شما گفتید که ایشون که بی سواد بوده چگونه 18 هزار مقاله رو به اسمش نوشتن یا 18 هزار کتاب ایشون هم گفته برو بخون. شما میگه آقا سوال من اینه که من میگم این ننوشته حالا گیرم که این ننوشته شما بیا اگر رو نوشتهش ایراد داری روی اون صحبت کن منتظر شما هستیم ببینیم این پیام شما رو ما بذاریم تا دلخوری شما که قول دادیم و عمل نکردیم اینجوری بریم تو آفتابه هر دو فریب میدی خود دو فریب میدی چون یکی چیه دینی شیعه و یهودی سنی و هر چی دین داری یه چیزایی رو باید ببینه اگر میبینی واقعا خودت به اون راه میزنی این کار خوبی نی. من فقط گفتم که اینا هیچ ده هزار آثار و حضرت بوران که این کار کرده اونا گفتم من نگفتم این دوتا یکی دیگه اون خانمی که شما میگو دختر رفسنجانی دختر رفسنجانی مدارک فرستاد به بهایی فرستادن خارج اونا نه فرستادن در خاطر شما بهایی ها شما متوجه نیستی شما فکر میکنید کار دو درسته اون خانم مدارک های مهم فرستاد خارج پاسداران نفهمدن خدا خود که صحبت هم نفهمیدن. خب شما از کجا فهمیدی؟ ای کاش میگفتی منم نفهمیدم که مدارکی فرستاده این خانم رفسنجانی. جالبه اینا که باباهاشون در صدر کار بودن یکی یکی گندشون داره بالا میاد که اینا جاسوس هستن. اون دختر لاریجانی این دختر رفسنجانی همشون جانی و جانی. در هر صورت ممنونم دوست عزیز اصلا ناراحت نشو اولا خونسردی خودتو حفظ کن دوم من دوت کن دفعه دیگه اینا رو بنویس از روی سرتیت برای ما بگو چی بوده چه مدارکی رو فرستاده و الی آخر. ممنونم که آقای تعییدی منصور تعیید چون گفت ایشون اون خانم فرزانه تعییدی هست ولی ایشون منصور تعیید مهمان ما بودن. همینا که میان بعد این بحثا باز میشه مثل دو تا دوستی که مخالف هستیم با هم صحبت کن دشمنی با هم نداریم. تازه اگه دشمنی هم داشته باشیم شما اون ور نمیدونم آمریکا من این ور آمریکا اون یکی اروپا چه غلطی میتونیم به هم دیگه بکنیم؟ پس اقلا عاقلانه حالا امروز در قسمت دوم بهتون نشون میدم یکی یکی اینا رو بلاک میکنم میندازم بیرون. آقا نمیخوام من حتی گذاشتم اونایی که دوست نیستن نتونن بنویسن ولی بازم میان مینویسن. خب اقلا اینجوری معلوم میشه آقا من بندازیمشون بیرون فوش میده اون یکی به اون میگه اصلا من نمیفهمم چرا با هم صحبت میکنن. مثل که سر یک کلاسی یه نفر بیاد یا توی مجلسی یه نفر بیاد بگه آقا من ثابت کردم 2-3 تا میشه 99 تا بعد اون یکی بگه آقا شما اشتباه میکنی اون یکی از اون ور به اون فوش بده. بابا تو به اون فوش نده وقتی به اون فوش میدی یعنی داری میگی من درست میگم بگو شما درست میگی ما کی میخوایم اینو یاد بگیری. در هر صورت ممنونم دوست عزیز بذار یک کمی دیگه هم از این 14 دقیقه ثانیه دیگه مونده بذارید ببینیم چی میشه. شما خود دونه داری فری میده نه مردم و واقعا شما آقای سوری و بینندگان و سرمندگان تشکر نم و اشتالا شما از فران خوش باشی. ممنونم. شما منظورت از این شماهایی که گفتی آقای منصور تعیید هنرمندی که هم کمدینه هم بازیگر تئاتره و بهایی هم هست
و آقای حسن ارشاد یه پیامی فرستاده که من نه فقط یادم رفته یا بدقولی کردم پیام شما رو پخش نکردم، پیام آقای حسن ارشاد رو هم یادم رفت پخش کنم. آقای حسن ارشاد میگه آقای تایید، یا شما نمیدونی که بهایی ها باید چه وظیفه ای رو انجام بدن، یا میدونی و دروغ میگی. با هم بشنویم این پیام آقای حسن ارشاد رو. بعد یه برنامه هم درست کردن فرستادن که اونم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا جمعه که برنامه جدیدشون برسه. روی فیسبوک خودشون هم هست، روی یوتیوب هم هست، بنویسید حسن ارشاد و مشخص میشه. بشنویم با هم صحبتای آقای حسن ارشاد از ایران. سلام علیکم، خسته نباشید. ارشاد هستم. صحبتای آقای تاییدی رو شنیدم. یه نکته رو فقط اگر الان مقدور بود خدمتشون بگی تو برنامه آینده من نقد میکنم مسئله ایشون رو. ایشون مطرح کردن که بابی ها رو میگن جنایتکار، باب جنایتکار بوده بود. خواستم خدمتشون عرض بکنم که اولین گروهی که گفت باب و آیین باب آیین جنایتکاریه بهایی ها بودن و عبدالوها بود. آیه تاییدی بزرگوار، شما خطابات جلد 3 از آن عبدالبهاست. خود عبدالبها مطرح میکنه، میگه منطوق بیان ضرب اعناق، یعنی شریعت بیان مبتنی بر زدن سرهاست، ضرب اعناق، حرق کتب، آتیش زدن کتابها و قتل عام، الا من آمن و صدق، قتل عام تمام مردم غیر بابی ها و حجم بقا، حجم خراب کردن تمام آثار سایر ادیان. شما اگر مایل بودید من حاضرم گفتگوی دو طرفه داشته باشم با شما و تک تک مطالبی که مطرح کردید رو با هم دیگه به نقد گفتگو خلاصه بنشینیم و بپردازیم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار این حلقه قرار دادید. بسیار ممنون. دوستان چه چیزایی رو که آدم نمیدونه، یعنی شما وقتی میبینید داعش میاد میره تو افغانستان، توی نمیدونم عراق، توی سوریه آثار باستانی رو خراب میکنه، مسجد دیگران رو خراب میکنه، کلیساها رو خراب میکنه، میگه آقا این دین بهایی هم همینو میگه، میگه ما به قدرت برسیم اینا رو خراب میکنیم، اینا رو باید بکشیم، اینا رو کتابا رو باید از بین ببریم. حالا اگر دوستان بهایی کسی هست که مایل هست در این باره صحبت کنه، مهمان آقای ناصرالدین یا حسن ارشاد باشه. به نظر من آقای حسن ارشاد باید فیسبوکش رو هم با فارسی بنویسه، حسن ارشاد، هم با انگلیسی هم نوشته که دوستان بتونن راحت تر پیداش کنن. ولی من اینجا نشونتون میدم که اگر یه وقتی خواستید با ایشون در تماس باشید، مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید. روی برنامه هاشون هم فکر کنم شماره تلفن و اینها رو هم می‌نویسن. این روزا دیگه اصلا لازم نیست کسی شماره تلفنی چیزی بده، چون شما اسم طرف رو توی گوگل که بزنید همه چیش پیدا میشه، مخصوصا فیسبوک و یاهو و اینها. ساعت دوستان 2:28 روز دوشنبه 13 نوامبر 2017 میلادی است و برابر با 22 آبان 1396. میخوام از اونایی که شعور حسینی و شعور کورشی رفته بود تو وجودشون و فکر کردن 7 آبان 9 آبان نمیدونم ایران چنین میشه و چنون میشه و اینها بپرسم چی شد؟ شما هم که با یه سوزنی پنچر شدید، هنوز نه زمستان آمده نه چیزی. صحبت از زمستان دوستان، این منطقه کرمانشاه و پل زهاب اینا، سر پل زهاب اینا، خب میدونید که قسمت هایی که زودتر از تهران و شیراز و اصفهان سرد میشه و الان هم که این مصیبت زلزله اینها، میدونید حالا تو ایران هم تو همین آمریکا هنوز ماجرای چیز هست. این حال دوستان میگن آقا تا یه طور میشه شما چرا مقایسه میکنید؟ بابا اصلا ذات بشر بر اساس مقایسه است. شما میای داخل میگی خونه چقدر گرمه، یه ساعت که میشینی میگی سردم شد، یعنی از بیرون چون سرد بوده اومدی داخل میگی خونه گرمه، نسبت، اینم نسبیه. الان
هنرپیشه ها، خواننده ها، اینها دارن تلاش میکنن پول جمع کنن برای پورتوریکو، برای که دولت نتونست به اصطلاح به موقع به اینها کمک کنه. الان اونجا هم هوا دیگه داره سرد میشه و مکافاتشون شروع میشه. و اما به دوستانی که روی فیسبوک بودن، به یکایکشون گفتم که امروز ساعت 3 درباره فیسبوک و اینکه ما هنوز بلد نیستیم صحبت کنیم، به اصطلاح صحبت و بحث میکنیم. از شما دوستان میخوام، چون من از امروز فکر کنم اضافه میکنم که به تمام کامنت های اینجا هیچ توجهی نخواهد شد، حتی فوش خوار مادر بدید، ریکوست کنید، هرچ، مگر اینکه یا با ایمیل یا با تلفن. آقا نخواستیم، گفت مرحمت فرموده ما را مس کنید. بنده که دیگه خودم سر هستم و راهی. It's okay I stop by your house for بله بذارید من برای این دوستمون بنویسم. Tomorrow is fine with me. Okay. بله دوستان عزیز، اگر کسی راجع به آقای شایان کاویانی یا علی اصغر کاظمی که از سال 2000 و چند الان 2011 بوده کی بوده ناپدید شده، خبری اطلاعی دارن بگن، یا خودتون با FBI تماس بگیرید، 25,000 دلار جایزه گذاشتن برای خبری که منتهی بشه به این که یا ببینن این بنده خدا کشته شده ماجراش چیه، یا بتونن پیداش کنن و زنده و سالم به خانوادهش برش گردونن. امیدوارم این آقای شایان کاویانی هم از دست خانواده فراری نشده باشه. آقای عزیزان، اگر یه وقت برنامه منو میشنوی، یه مصاحبه‌ای با خانم ایشون یا با پسرشون و دخترشون، اینا چون پسر داره، دختر داره، داماد داره، عروس داره، انجام بده ببینیم که چی شده. این هم از ماجرای آقای شایان کاویانی. و اما یه ویدیویی رو یه دوست برای من فرستاده و گفت آقا من فکر کردم آقای ضیاء آتابای مرده. نه بابا، بنده خدا یه قده بزرگی تو مغزش بوده، حتی از تو بیمارستانم کسی که عشق دوربین رو داره و اینها یه فیلمی فرستاد که چنین و چنان و دنیا ارزشی نداره و اینها، حالا که خوب شد دوباره برگشته گویا تو تلویزیون اندیشه اگه اشتباه نکنم، یک مصاحبه رو با آقای دکتر حسین لاجوردی انجام داد. من فکر کنم خداییش این آخونده وقتی این برنامه من و دیگران و اینا رو میبینن میشینن میخندن که خدایا نگاه کن این دشمنای ما چقدر احمقن. یه چیزی دارن، اصلا یک سوره‌ای هست که خدایا از تو ممنونیم که مثلا دشمنا رو ما رو از احمقها آفریدی. آقای ضیاء هنوز تو آمریکا یاد نگرفته که آقا اینجا تو به کسی نمیتونی بگی تلویزیون تو ببند، من که تلویزیون دارم، بیا تو این تلویزیون. خود منم گهگاهی به اشتباه میگم، البته من یه مثال دیگه درست کردم، میگم آقا خانم شما که میخوای یه چلو کباب بخوری، نرو یه مغازه، یه رستوران، یه چلو کبابی باز کن، بیا اونجایی که چلو کباب هست با دوستات بخور و برو راحت، اونا تهیه میکنن، شما نوش جان میکنید، بعدم اونا وای میسن میز شما رو تمیز میکنن، نه مصیبتی نه بدبختی. توی این مصاحبه آقای ضیاء آتابای با آقای لاجوردی، اولا تو تلویزیونی که حالا صاحبش یه ماشین فروش پول زیادی داره یا نمیدونم بالاخره یه کاری میکنن، بعضیا میگن اینا پولشویی میکنن، نمیدونم هر غلطی میکنه به خودش مربوطه، تو اون تلویزیونی که دعوتش کردن وقت بهش دادن، میگه آقا یعنی چی یه نفر که ماشین فروشه بیاد تلویزیون باز کنه؟ خب آقا تو چه کاره بودی که رفتی تلویزیون باز کردی؟ خواننده شپشا تو جیب نمیدونم حسنی و نمیدونم زنگولی بود چی بود؟ شما توی هواپیمایی ایران یا بلیت فروشی میکردی یا نمیدونم مهموندار بودی، تو کلمه هم انگلیسی یاد گرفته بودی، تا انگلیسی یاد گرفتی اومدی برای ما چه آهنگی خوندی؟ دوستان اصلا این آهنگ باید جزو این دایره المعارف ایرانی بذارن. حسنی رفت کافه دید همه چراغا آفه. حالا این جوونا اگه داشته باشن برنامه ما نگاه کنن میگن آقا این سوربی عجب دروغ میگه، مگه میشه یه نفر اینقدر احمق باشه؟ بله ما نسلی هستیم که اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، I came to you نمیدونم فلان ماچ بده به من،
4 کلمه انگلیسی که یاد میگرفتن میخواستن به زور به دیگران بگن ما انگلیسی بلدیم. حسنی رفت نمیدونم زنگوله رفت کافه، دید چراغا آفه، رینگو رینگو. اون وقت این فکر میکنه چقدر داشته فرهنگ. بدبخت تو باعث انقلاب شدی، خاک بر سر. اگر 4 تا مثل تو وقتی میمدن خارج به جایی که بیان آهنگ رینگو بخونن برمیگشتن میگفتن آقا وضعمون خیلی خرابه، مخصوصا شما که از مسجد سلیمون اومده بودی. مسجد سلیمون، من اهواز رفتم، من این شهرهای کوچیک رو رفتم، با پدرم همیشه مسافرت میرفتم، دیدم چه امکاناتی داشت. باید میمدی میگفتی آقا ما چرا آب اینجوری باشه، چرا کولرمون اینجوری باشه، چرا خونمون اینجوری باشه. رینگو رفت کافه، دید چراغا آفه. حالا تازه شمایی که چند بار تا حالا ورشکست کردی، چند بار با یکایک که تلویزیونا مشکل داشتی، حالا میخوای بیای نصیحت کنی بگی تلویزیونا همه باید بشن یکی. آقا تو تا آمریکا 2000 تا یکی بزنه ببینیم چند تا تلویزیون کانال داری، هر کسی یه کانال نگاه کن، هر کسی هم بیننده خودش داره. شما اون موقعی که یه تلویزیونی الکی یه دفعه قلابی رفت رو ایران فکر کردی بله. و جالبه خود این حالا ایراد میگیره، میگه یه آقای اومده گفته رضا پهلوی، منظورش بکنم این با آقای شمرانیه، جرأت حتی اسم بردن نداره. بعدن گفته خب اگه رضا پهلوی نمیاد خودش میخواد شاه بشه. آقا بشه، چه چیزی کمتر از رضا پهلوی داره؟ رضا پهلوی احمق، اینم احمق‌تر. اون اگه میتونه شاه بشه اینم میتونه شاه بشه، خداییش اگه بخوای این بدبخت سعید شمیرانی هیکل و قیافه و ایناش خیلی بهتر از رضا پهلویه. چیزی که از اینم نادانه، اینم دروغگوه، اینم کسیه که میگه آخوندا به زور منو بردن سربازی، بعد مأمور گذاشته بودن من تو سرباز، بردن جبهه، بعد مأمور گذاشته بودن تو جبهه مواظب من باش. اون وقت اون چیز احمق سکویی، نمیدونم سکویی چی شد، فکر کنم خانمش گوشت گره، گفت مردک اگر این کار ادامه بدی دیگه من نون بهت نمیدم، بیا خونه اینقدر واقواق نکن. سکویی نشسته بغل دستش، بهش نمیگه خب مردک تو که رفتی جبهه اسلحه دستت بود یا نبود، چرا نزدی اینایی که مأمور کرده بودن که اینا مأمور کنن که تو بیای تو جبهه باشی؟ اصلا ببینید یه مش خب اینا وقتی حرف میزنن، این بیننده های تلویزیونمون، اونم نمیدونم طرفای بحث و گفتگوهای فیسبوکمون، اینم تلویزیونامون و مجریاشون، و بشینید بعدم بگید فردا میریم. حالا باز دوباره گفته بودن که آقای رضا پهلوی گفته به زودی، گفتم آقا این مردک 39 سال داره همین زرزر میکنه، من ویدیوشو دارم که با آقای باحالو نشسته میگه تا 2-3 ماه دیگه یه خبرای اتفاقای مهم میفته، من از این آنتن نمیتونم بگم. با حالو بهش نمیگه آقا مگه این آنتن چه مرگیشه، این که مال آمریکاست. بعدم با حالو یه سال دیگه نمیره بهش بگه آقا چی شد چرا دروغ گفتی، برای که بتونه تو مهمونی هاشون دعوتش کنن آقای با حالو، آقای با حالو. این تلویزیون ما. خب پیام دوستون رو پخش کردیم، ممنون و متشکرم. و اما پیام حسن ارشاد از ایران پخش شد. دوستان اگر کسی بهتون زنگ میزنه همون اول کار میگه can you hear me، can you hear me، یادتونه از موقعی که این تلفن‌های دستی، من اون روز اینو به جای تلفن نشون دادم، پتیک میگه ببین برای که بهت نشون بدم من و تو چقدر همدلیم، منم یه دونه چراغ قوه مثل این دارم، این یه چراغ قوه خیلی خوبیه که با LED و اینا هست، ببینید و اینجوری هم روشن میشه، این خیلی کوچیکه، تو جیبم میتونی قرار بدی، تو ماشینت هم یه جایی قرار بدی. و کتم که علامت کترپیلاره، اینو پسر من به من داده. در صورت تلفن اولی که اومده بود به خاطر این آنتنای کمی که بود و اینا، هی که حرف میزدی هی قطع وصل میشد، هی به همدیگه میگفتن صدای منو میتونی بشنوی، can you hear me، اصلا شده بود تبلیغ. ورایزون اون مرده الان اومده برای اسپرینت کار میکنه. حالا ببینید این شارلاتانا چی کار میکنن، به شما زنگ میزنن، اول هیچی نمیگن، شما میگی الو الو، بعد میگه که can you hear me، شما میگی yes، این yes شما رو میگیره، زنگ میزنه این بر اون ور، شماره تلفنتون رو داره، آدرستون رو داره، اسمتون رو داره، اوردر میده،
اینجا بعض وقتا هست که یه جاهایی که اوردر میدی وقتی میان بعدا مثلا پول میدی، خلاصه از این بلدن اونا چیکار کنه. این صدای شما رو اونجا استفاده میکنه که بعدم مدرک داشته باشن بر علیه شما. یعنی از این به بعد حالا اگه یه کسی گفت can you hear me، باید بگیم چی؟ باید بگیم نو؟ خب ما که در این صداش میشنویم، باید بگیم چی واقعا؟ میشنفیم. بله، اینم از این. این آقای مهدی ذوالفقاری برای من فرستاد، ممنون و متشکرم. و اجازه بدید که این رو براتون بخونم. آقای خانبابا تهرانی، میدونید که این فعالای حقوق بشر ما فقط کارشون اینه مدرسه باز بشه پیام بدن مدرسه باز شد، سال نو بشه پیام بدن سال نو شد، زلزله بیاد پیام به تسلیت بگن، سیل بیاد پیام تسلیت بگن، کارشون اینه. با کمال تأسف طبق گفته مقامات پس از وقوع زلزله 7.3 ریشتری در استان کرمانشاه تعداد افراد کشته شدگان به 328 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر تلفات از شهر مرزی سر پل ذهاب در استان کرمانشاه، بیش از 2500 نفر زخمی شدند و خدمات اورژانسی هشدار داده است که با افزایش دسترسی به مناطق کوهستانی دورتر تلفات افزایش خواهد یافت. دوستان جملهشون نگاه کنید، بذارید من بهتون نشون بدم که والا من بعض وقتا به فارسی خودم یکم شک میکنم. این آقای خانبابا تهرانی نوشته، مهدی خانبابا تهرانی. خانبابا تهرانی یکی از فعالایه که اینم همینجوری تو 40-50 سال پیش داره برای خودش دست پا میزنه. بفهم میبینید شما، یا بذارید هنوزم اینو بزرگتر کنم. من میخوام فقط بهتون بگم اینا یه جمله که مینویسن مثل که حتی به خودشون زحمت نمیدن برگردن اونو یه بار بخونن. بعد ببینید چی نوشته. یک لحظه بله، دوباره براتون میخونم، این بار بهتون نشون میدم. اون قسمت کمال تأسف و 328 و اینا رو بکنید، ولی اینجا شما دوستان نگاه کنید، تا این سرپل ذهاب در استان کرمانشاه هستم ول کنید، از اینجا که نقطه گذاشته براتون میخونم، بیش از 2500 نفر زخمی شدن و خدمات اورژانسی هشدار داده است که با افزایش دسترسی به مناطق کوهستانی دورتر تلفات افزایش خواهد یافت. با دسترسی افزایش پیدا میکنه، اونا آردی تلفاتشون شده، اینا وقتی برسن میتونن. و هلال احمر ایران در بیانیه هشدار داده است که در مجموع 70,000 نفر در سراسر استان به پناهگاه اضطراری نیاز دارن. خب حالا ما توی ایران پناهگاه اضطراری داریم، آمدن مثل اسرائیل یه جایی رو ساختن که مردم موقعی نمیدونم شلی که این چیزا برن داخلش، یا من که تا موقعی که بودیم نمیدونستیم، زمان جنگم یه عده‌ای آمده بودن یه چند تا به اصطلاح یاد داده بودن تو تلویزیون توی حیاتتون سنگر درست کنید. سنگر نه، یعنی همین منا به اصطلاح جایی که امن باشید. بعضیا کانکریت و سیمان درست کرده بودن میرفتن زیر زمین و اینها، که خودمونم اگه یه بمب میزدن بعد این پخ میشد، حالا از زیر زمین چجوری میخواست بیاد بیرون سوال مخصوصی بود. یه دوستی پیام گذاشته، بذار ببینیم این 818 قبلا هم یکی پیام گذاشته بود، ببینیم کی. البته بله، ببین اگه با طرز صحبت کردن من اشکال داری، آدم مریضی هستی که نشستی گوش میدی. بنده شیرازی هم بذار زنگ بزن، نمیخوام اصلا، حوصله ندارم با اینا. این طرز صحبت کردن شما، بنده شیرازی هم فارسی، من از فارسی همه تون بهتره. حالا اگر شما خودتونو فرانسوی میدونید مرسی بکو، خب برو یه جای دیگه. بدبخت چرا وایسادی اینجا خودتو زجر میدی؟ قول میدم شما شاه اللهی هستی، حاضرم بهت شرط بندی کنم، بیاین جلو از سوراخاتون بیاین بیرون،
گفتم یکی از دلایلی که ما باید از آخوندها بیشتر متنفر باشیم اینه که با پدرسوخت بازیشون، با دروغ گفتنشون، با شارلاتان بازیشون کاری کردن که این شاه اللهیا راستی چرا میگفتن اینا دوباره دم در بیارن، یعنی دومشون رو میبریدن دوباره دم در میآوردن مثل کرم که خودشون رو میچسبونن. من نمیدونم، شما مریضید برید آقای میبودی رو گوش بدید، برید آقای ضیاء آتابایی رو گوش بدید، برید آقای آریان دیوانه رو گوش بدید، برید آقای شمیرانی رو گوش بدید. مریضید شما؟ مازوخیست میگن نه اینایی که خود آزارن. خب بیان ببینیم دیگه اینجا چی داریم، بریم سراغ تودی. بله، زلزله دیشب. دوستمون نوشته که تصحیح، سر پل زهاب اصل اسم زهاب بوده، تحت استعمار عثمانی بعدن در قرارداد ارض روم جزو ایران شد. سد دربندی خان نزدیک سلیمانیه زیان دیده، شکست این سد باعث غرق شدن بغداد را به دنبال خواهد داشت. خب اینم یه خطری که گفتم، من دیشب یه برنامه دیدم گفت تمام این سدایی که بشر از روز اول ساخته، از روز اول اینجا ساخته، جلوشه که ماهی اینجا وایسه، ضرر زده به نفرهای بعدی که ماهی گیرشون نیاد، ولی این گردش طبیعت و اینا همه اینا رو ردیف میکرده، آبا رو تصفیه میکرده. این ماهی سمن که ما ایرانی ها همش میگیم ماهی سلمان، نه با وجود، با وجودی که علم داره ماهی سمن بهش باید بگیم. anyway که من خوشم هم نمیاد، میگه اصلا یک نقشی داره، شما اینی که میگن در جهت مخالف رودخونه شنا میکنه اینا، میگه یک نقش مهم میداره در به اصطلاح امتداد زندگی رودخانه ها و تمیزی رودخانه ها. بعد رودخانه ها دیدید میگه یه جایی تون میره یه جایی یواش میشه، میگه اینجا جاییه که ماهی ها وقتی میان باید استراحت کنن، اگه از ضرب و خوردن این ور و ور سنگ و سردی رودخونه خسته شدن، وقتی میرسن اینجا یه چند ساعتی استراحت میکنن، گرم آب اونجا دوباره را میفتن میرن. حالا ما میام اینجا سد میسازیم، بعدم هم همش نگران که این سد اگه پاره شد چیز شد. یه سدی هم تو شیراز زده بودن، سد درودزن، فامیلای منم اونجا کار میکردن، به اونم میگفتن سد خاکی، اونم میگفتن اگر این سد اشکالی پیش بیاد مرودشت که همیشه زیر آب بود این بار دیگه میره، ولی مثل که خبری نشد، الحمدلله به خیر گذشت. زلزله در کویت. بله این دوستون یه عکسی هم فرستاده که زلزله اینجوری چیزا رو تو سوپرمارکت ریخته رو زمین. گفتم ای کاش همش همین شامپو و نمیدونم چیزا بود، وسایل صابون و فلان اینا که میریخ زمین. این بیچاره آدمایی که حالا چه تلف شدن از بین رفتن، چه اونایی که مجروح میشن، سالها طول میکشه تا به اصطلاح اینا بتونن، اصلا هیچ وقت دیگه خوب که نمیشن دیگه، یکی پاش رفته زیر آوار، یکی دستش قطع شده، یکی سرش ضربه دیده و اینها. واقعا این وقتی میگن مصیبت همینه، مخصوصا تو کشوری مثل ایران که دولت ها همیشه بخور و ببر بوده، بعد حالا هم که این آخوندا کمتر و کمتر به مردم میرسن، بیشتر خودشون باید بخورن و جیبای آخوندی رو پر کنن. زلزله در کویت رو نشون دادیم، اینم زلزله در کربلا. این خیلی جالبه، گزارشگره وقتی داره گزارش میکنه مثل که حرف خودش هم قبول نداره، ساعت رو نشون مردم میده. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، سلیکت ایریا. من یادمه اوائلی که ما اومده بودیم و هی طرف زنگ میزد آقا این برنامه زنده است یا نیمه جانه یا مرده است، ما یه ساعتی گذاشته بودیم که مردم ببینن ساعتو، بعد طرف گفت آقا حالا چه روزیه، گفتیم ای بابا مشکل زیاد شد. بفرمایید اینو ببینیم ببینیم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 آبان ماه 1396 بود و الان حدوداً ساعت 9:27 شب هسته بود که هست، هنوز تا ساعت 12 شب 21 آبانه. بفرمایید. حدود 5 قبل ما توی طبقه 4 این هتل بودیم در شهر کربلا، هتل بیارق کربلا، که
زلزله‌ای بسیار شدید در واقع شهر کربلا رو لرزون، به طوری که ما وقتی توی اتاق بودیم به شدت اتاق حرکت میکرد، همه وسایل و خود ما هم، من هم که ایستاده بودم حرکت خیلی بسیار عالی. دوستان اگر این گزارشگر از عراق گزارش نداده بود، من شما نمیدونستیم که زلزله وقتی میاد همه چیز حرکت میکنه. یادم میاد 2-3 سال پیش اینجا یه زلزله اومد، روزی بود که من برنامه نداشتم، ساعت 1:30-2 بود، نشسته بودم یه دفعه دیدم همه چیز شروع کرد به لرزیدن و اینا. و بله اینجا هم یه زلزله آمد. اینم خبرنگار ایرانی که رفته کربلا، ماجرای کربلا، میگن وقتی اینا میرن عراق و کربلا، درسته که خب پول میبرن مساولی، میگن خیلی کثیف، خیلی به اصطلاح به انضباط، بعد وسایل امکانات نیست. در هر صورت الان ترکیه هم اینجوری شده، ترکیه ای که سالی 35 میلیون نفر میرفتن به عنوان توریست، بعد از اون ماجرای کودتا و بعد از اون منفجر شدن فرودگاه، انفجار در فرودگاه اینا، مردم ترسیده شدن و گویا الان به 25 میلیون نفر رسید، 10 میلیون نفر کاهش، خیلی. ولی میگه توریستا از همه شهرها کم شدن، ولی شهرهایی که هم مرز با ایران و نزدیک هست و خواننده‌های ایرانی میرن، هم ابی رو نشون میداد رفته بود و اینها، میگه اینها اتاق و هتل و اینا گیر نمیاد، یعنی خیلی بی‌نظم. بعد میگه یه نفر گفته من به 14 تا هتل سر زدم. ببین طرف از ایران بلند میشه میاد اونجا بدونی که رزرویشن گرفته باشه، بدونی که، من یادم سالها پیش یه بار ما یه اشتباه کردیم، بلند شدیم بریم دریا، ما که پول نداریم یه هفته دو هفته بریم، گفتیم خب صبح میریم شب اونجا میمونیم فردا برمیگردیم، دو تا بچه داشتیم دیگه، من و خانمم بچه، رفتیم اونجا. هی از این هتل، اون موقع هم اینترنت و اینا اینجوری نبود که، اون موقع اگه میخواستی روز قبلش به 4-5 تا هتل یا چین بودن زنگ میزدی هتل تو میگرفتی میرفتی. ما گفتیم بابا هتل گیر میاد، این همه هتل رفتیم، خدا نصیبتون نکن. اصلا بیخوابی و اذیت بچه و اینها تو ماشین، من به خودم دیگه فوش دادم، به خودم قرار گذاشتم که اگر جایی میخوام برم هتل نگرفته باشم نمیرم، نمیرم. و بعد خوب شد، بعد این برنامه های ایرانی اینا رو که میذاشتن، شما وقتی زنگ میزدی میتونستی هتل تو بگیری همراه با بلیت کنسرت و اینها. همین آتلانتیک سیتی که این شارلاتان ترامپ به خاک سیاه نشوندهش، اینایی که میگن درود بر ترامپ، بیان ببینن چه بیزینس هایی را از بین برد، چه آدم های کارکنی، سخت کارکنی خودکشی کردن وقتی که اینا دیدن که کارگر آوردن، حالا یا باید پول کارگر ندن یا باید مثل ترامپ عمل کنن، دیدن نمیتونن پول کارگر دادن، به زندگی خودشون از بین رفت، خودکشی کردن. و این ترامپ شالاتان امروز راه افتاده و ببینید چی کار میکن. اینجا میگه که میزنیم نورد کوریا و ما چنین و F-35 داریم و فلان اینها، میره اونجا به اونا میگه حالا بیارینش پشت میز صحبت کنیم. بعدم دیروز میگه من نمیفهمم این چرا به من میگه پیرمرد، مگه من به تو میگم چاق و کوتاه؟ یعنی این والا بچه مدرسه، یا من فکر نمیکنم چرا میشه بگیم مینه ما ایرانی ها رو فیسبوک و هم دیگه فوش میدیم و اینا. بعد میره امروز رفته با فیلیپین، فیلیپین این رهبر و دیکتاتور فیلیپین کسیه که افراد معتاد و اینها رو ورداشته. این هم ماجرای بود، میگفتن چین ریخته به دریا و اینا، این میگه ما میکشیمشون، اینقدر کشتیم تا چیز بشه. این احمق نمیفهمه بابا، معتاد مریضه، معتاد رو نباید زندان بندازی، نباید بکشیش، باید ببریش دار بیمارستان اینا. این آقا چند مدت، چند روز پیش تو مصاحبه گفت 16 سالش که بوده یه نفر نگاه بد بهش کرده، با دستای خودش کشتتش. اون وقت احمق ترامپ رفته اونجا، حالا ترامپ میگه که من مشروب نمیخورم، اون اولا مشروب برداشت خورد انگار که این هیچ، بعدن نصف میشه که خورد تازه یادشون افتاد به سلامتی بگن، چیرز بگن، زدن. این ترامپ هم نمیدونست چی کار کن. من هنوزم منتظرم اونایی که فکر میکنن ترامپ میتونه مخصوصا در رابطه با ما ایرانی ها بیان صحبت کنن، چون آمریکا رو که دیدید یک کاری رو که تا حالا گفته انجام نداده، از دیوار درست کردن، از مالیات درست کردن،
روزانه 150 نفر در آمریکا دارن از اعتیاد میمیرن. مجید جنبه من نگید تو ایران، ایران آقا روزی 40 میلیون میمیرن، من تو آمریکا دارم زندگی میکنم. اوپیود دو پسر من کشتی میگرفت، تا اینجاش درد میگیره، شلدرش درد میره، به قرص اوپیود بهش میدادن. چرا؟ برای که به دکترها سفر کنکون، سفر باهاماس میدن اگر این قرصا رو بفروشن، که الحمدلله نه من نه همسرم نه بچه ها این قرصا رو نخوردیم. اگه یه وقتم جراحی داشتیم، چیزی داشتیم، اولیش که خوردیم حالمون بد شده، اصلا استفراغ کردیم. اینم یه نعمتیه. راجع به این استفراغ براتون بگم، رفتم یه مهمونی، یه نفر میخواست تعریف کنه که حالش بد شد، به این و اون میگفت که گلاب به روتون شکوفه کردم. دوستان اگه بگیم حالم بد شد استفراغ کردم بهتره، یا بگیم گلاب به روتون شکوفه کردم؟ اصلا فکرش بکنید، اون طرف استفراغ کرده، حالا یکی گلاب میریزه تو روی شما بعدم شکوفه میکنه. کسی که حالش بده شکوفهش چیه؟ همش از تعارف، همش از تعارف. تعارف به آمریکایی اصلا نداری، کلمه متعارفش نداریم که بگن چیه. یکی گفت پلزنتری، پلزنتری یعنی یه چیزی میگی که طرف خوشش بیاد. بعد یکی گفت نه فیک پلزنتری. حالا این تعارف توی فارسی هیچ چیزی نیست به غیر از دروغ. قربونت برم، قدم رو ششم گذاشتی اومدی، نمیدونم بفرمایی نهار، تو دلش میگه خدا کنه نیاد دست بزنه تو این، خدا کنه نیاد بخوره، همش دروغ دروغ دروغ. دوستان تعارف کنار بزن. این هم از این ماجرا. این شنیدیم و بله. آها نوشته که سر ذهاب مرکزش بود، اثرش به عراق در کربلا و کویت و بحرین هم رسید، زیانها و قربانهای بسیاری بر جا گذاشته. سازمان بررسی های جیولوژیکی آمریکا پیش بینی کرده که زلزله در مدت کوتاه به قدرت 10 ریشتر در مناطقی وسیع‌تر رخ خواهد داد که علتش تغییرات در بافت زمین در اثر زلزله دیشب است. از دید علم نمیتوان قبول کرد که استخراج این همه نفت در طی این مدت جای خالی در زمین ایجاد نکرده باشد و فرونشینی هایی در داخل ایجاد نشده باشد. همینجا شما سر کن. اگه اینا امروز اعلام کردن بعد از این زلزله، پس باید قبل از زلزله هم یه چیزی میگفتن. یه دوستی دارم دکتره، توی فلوریدا زندگی میکنه و ما یه مدت تصمیم گرفته بودیم بریم فلوریدا، هم خرج ارزونه هم هوا گرمه وقتی استخون درد و اینا میاد سراغت. و بعد دیدیم نه فلوریدا پشه و فلوریدا بعض وقتا هواش انقدر گرم و اینا هست که قابل تحمل نیست. گفتیم خب بلا میشه میریم کالیفرنیا. بعد این دوستمون گفت آقا دیوونه شدی؟ اینها گفتم بهش که اینجا طوفان هم میاد بعد بلایه. گفت آقا اینجا اگه یه طوفان میخواد بیاد از 10 روز قبلش میگن، جاده درست کردن، ما میریم هتل، میریم شهر دیگه، میریم خونه پسرمون، خونه دخترمون. کالیفرنیا زلزله میاد بی خبر. دوست عزیز این بررسی های جیولوژی آمریکا، آیا زلزله های توی مناطق آمریکا رو تونسته پیش بینی کنه؟ همشون دروغ، همشون تزویر، همشون ریا. 2 دقیقه دیگه میبرمتون خلیج فارس و برنامه 28 رو با هم گوش میکنیم. آهان برنامه آقای بهرامی، من با آقای بهرامی پیشنهاد میکنم ایشونم مثل این دوستمون یه برنامه هایی رو در رابطه با زندان، در رابطه با نمیدونم حکومت شاه، حکومت شیخ، هر چیزی که دوست داره هفتگی، دو هفتهی چیز کنه منظم، که ما مثلا بگیم 4 شنبه ها 3 بعد از ظهر با آقای خسرو بهرامی هستیم. هم برای شما آمدن رفتن از نیویورک بده، هم من خداییش احساس خوبی نمی کنم که شما بلندشی بیای صبح اون صبح زود 5 برنامه اجرا کنی، بعد از اینجا که میخوای بری من شما دیگه بالاخره پا به سن گذاشتیم. یادم 30 سال پیش رفته بودم دکتر نوید، مثلا گفته بودم پام درد میکنه، گوه آی صبحی وقتی آدم پا به سن میذاره شروع دردها، 30 سال پیش، حالا که دیگه نگو و نپرس. در صورت من پیشنهاد میکنم به شما آقای خسرو بهرامی، چون مردم شما رو دوست دارن،
میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. شما خیلی خودمونی بیریا از دلت صحبت میکنی، مردم هم به اصطلاح دوست دارن صحبتهای شما رو بشنوند. ایشون برای من نوشته بود که آقای صوفی من توی اون دفتره خیلی چیزا نوشته بودم ولی این دو صفحه اولش نقاشی بود. خب من که از شما پرسیدم شما به من نگفتی و الا من ساکت میشدم شما چیز کن. ولی بازم فکر میکنم، ببینید این دوست ما الان آدیوشونی که پخش میکنم شما خودتون قضاوت کنید، ببینید در 13-14 دقیقه چند تا مسئله رو میگن، باز میکنن به قول آمریکایی‌ها، بعد میبندنش و یک چیزی حاصل من و شما میشه. به جای اینکه 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت برنامه داشته باشیم و مردم گله کنن که سوربی چرا حرف ایشونو قطع کردی، شما بگی وقت کافی نبوده و الی آخر. بیاین از چیزایی که انجام شده قبلا و نتیجه داده از اونا استفاده کنیم. آمریکایی‌ها میگن چرخ رو دوباره به اصطلاح کشف نکنید، دوباره نسازید، چرخی که هست ازش استفاده کنید. بفرمایید. سلام بر شما بینندگان و شنوندگان این برنامه در تلویزیون مردم. در برنامه گفتار عقل بشر پیشین به بخشهایی از اوضاع خراب عراق اشاره کردم. این بررسی و شرح اوضاع عراق را ادامه می دهم. هدف دانستن و آموختن است. در گفتارهای قبلی بارها شنیدید که از عدم عبرت گرفتن انسان از گذشته شکایت کردم. برای اینکه هر یک از شما شنوندگان محترم از جریانها درسی در خاطر سپرده و اقدامی کنید، گفتار امروز تهیه شده. از طرفی دیگر نمیخواهم روزی آید و خود را ملامت کنم چرا هم میهنان را برحذر نکردم از خطرهایی که نقشه هایش طرح و امکان اجرایش نمایان بود. اغلب حکمرانان عراق بعد از رژیم صدام حسین اسلامی و عضو حزب‌های دینی هستند. اغلبشان در خانواده‌های محترم و با نام و نشان و اعتبارهای اجتماعی و مشهور به دینداری بزرگ شده و تاریخ مبارزه علیه صدام را در پرونده‌شان انباشته‌اند. این از سابقه و گذشته‌شان. یعنی وقتی بر روی صحنه سیاست در مقابل مردم ایستادند، با این پشتوانه کسی به آنان شک نکرد و انتظار بدی از آنان نداشت. خب نتیجه این اطمینان به این بازیکنان نو بر صحنه سیاست عراق چه شد؟ همه و بدون استثنا دزد و چپاولگر ثروت عمومی از آب در آمدند. کسانی که وزارت و صدارتشان مدتی کوتاه طول کشید بر صدها میلیون دلار دست انداختن. با این حال نماز میخوانند، در مناسبت‌های دینی مراسم عزاداری برپا میکنند و فرصتی را برای تظاهر به فرشته بودن از دست نمیدهند. اما آنان که بیشتر بر مسند قدرت نشستند، ثروتشان به میلیاردها رسیده. ملت عراق که این افراد را به طرزی مستقیم و یا غیر مستقیم بر گرده خود سوار کرد، چه اشتباهی کرد؟ جواب این سؤال را پس از بررسی چنین یافتم: این اشتباه ملت نیست، بلکه سیستم حکمرانی در تمام دنیا این طور است. هر کس بر سر کار آمد از تمام مسائل و کارهای دیکتاتور سابق شکایت و انتقاد کرده، با فهم و اراده و یا بیفهمی و بی ارادگی همان بدیها را انجام می دهد. یعنی سگ برادر شغال. آیا ملتی هست که بتواند بنیاد این سیستم را برکند و بعد با برگزیدن آدمهایی در آسایش به سر برد؟ آنان که در کشورهای غربی به سر می برند بیندیشند و از خود بپرسند آیا آنان که با انتخاب آزاد بر مسند قدرت می نشینند بهترین، دانشمندترین، کارکشته‌ترین و مطمئن‌ترین هستند؟ اگر انتخاب آزاد انسان را به برگزیدن باصلاح‌ترین فرد جهت ریاست و اداره امور یک کشور نمی رساند،
چه روش و یا سیستمی ملت‌ها را سوی عالی‌ترین و ایدئال‌ترین وضع می‌برد؟ این چه وضعی است که انسان پیروش می‌باشد؟ همیشه دزدان و فریبکاران بر سر کار آمدند. اگر انتخابات آزاد راه نجات نیست، ما در کشورهای عقب افتاده و با رهبران دیکتاتور چه وضعی داریم؟ وضع ما خیلی خراب است. تکه سخن آقای سربی. با این حال در میان ما که محکوم هستیم و نه حاکم، افرادی یافت می شوند که فریب آن می دهند، آینده خوش و آسایشمند برای من مجسم می کنند. ما هم فریب می خوریم و دنبال روشان می شویم. با این وضع چه آینده ای در برابر داریم؟ آیا باید دنبال رو شویم و یا راهی دیگر یابیم؟ این افراد نمی توانند حکمرانانی بهتر از بر سر کاران امروز باشند. نباید باورشان کرد و پیروشان شد. نباید افتادن از چاله به چاه را تکرار کنیم، چاهی که گوتر و چندین شعبه دارد و در جاهایی کنده خواهد شد که اکنون نامش ایران است و در زمان زمامداری این مدعیان وجودی نخواهد داشت. تنها عاملی که موجب تغییر و پیشرفت انسان می شود دانش است. امروز دستیابی به دانش آسان گشته. قبلا برای دانستن یک موضوع می بایست به کتابخانه رفت، کتاب خریده و یک طرف موضوع را از یک مؤلف فرا گرفت. امروز با این موبایل و وسایل ارتباط جمعی می شود دانش هر مطلبی را جویا شد، از نقطه نظرها و رأیهای مختلف و ضد و نقیض مطلع گشت. آیا ما این کار را می کنیم؟ تعداد پژوهشگران بسیار کم هستند. تنبلی و خودخواهی و عدم اعتراف به کمبود دانش و معرفت افراد را از دانستن و دانش آن اندوختن دور کرده. حال هر چقدر هم به اهمیت این موضوع در این گفتارها شرح و تفصیل دهم، آیا تغییری در روش افراد ایجاد می شود؟ هرگز. بهانه های مختلف از جمله دشواری های زندگی، مشغولیات روزمره و هزاران عذر موجه و غیر موجه مانع تغییر روش و اندیشیدن می شود. اگر فرد قادر به تغییر خود نیست، چگونه انتظار دارد هم ردیفی را که انتخاب کرده بهتر از خودش برنامه را تهیه و عملی سازد؟ ما که قادر به تغییر و بهتر شدن نیستیم، چطور و چرا از هم میهن دیگر انتظار معجزه و کارهای فوق‌العاده داریم؟ در آغاز خود را تغییر دهیم و آنگاه از دیگران همان را انتظار داشته باشیم. هر کجا می رویم با فریبکاران، دغلبازان، نیرنگان، منافقین و و روبرو می شویم. که و چه این افراد را چنین بار آورده؟ ما، یعنی همه ما، در پیدایش این وضع سهیم و شریک و فعال و مسئول بوده و هستیم. بله، با درویی و یا چند رویی، با نفهمی، با سوء استفاده از موقعیت و اوضاع، با سکوت در برابر جنایت افراد و گروه ها، با گرایش به آسان روی و به اندیشه کسب مادی فوری، کوته نظری و ده ها مسلک روزانه، همه ما در تأسیس این وضع گناهکار هستیم. خودپرستی و یا خودبینی به ما اجازه نداده و یا نمی دهد به این حقیقت اعتراف کنیم. در وضعی که ایجاد شده و ما جهت بهبودیش کاری نکرده ایم، همه من عضو گروه تبهکاران و شریکشان هستیم. توجه بفرمایید که از صفت جمع استفاده کردم، یعنی خود را از این دایره شرارت و حقارت دور نکردم. من هم مثل دیگران هستم، مگر از کره دیگر آمدم یا زائیده فرشته ها هستم؟ آنان که تغییر دیو را به فرشته تصور می کردن، برایش شعارها داده و خود را قربانی کردن، به کدام یک از هدفها دست یافتن؟ برای نجاتمان خیال بافی و تصور آمدن مخلوقهای فضایی را دور اندازید. پیروی از فریبکاران را متوقف کنید. یافتن حقیقت مغز خیش
و درستی دیگران و بهبودی اوضاع و پیشرفت برای خود و همه انسانها را جویا شده و دنبال کنیم. اگر دیدیم یکی سوء استفاده از مردم را وسیله قرار داده، ریاکار و دروغگوست، از مرتکب شدن هر کار بد کوتاهی نمی کند، او را مفتضح کنیم. نگوییم همه این طورند هم رنگ و هم جماعتش شویم، یا بگوییم به من مربوط نیست، دکتاتور یک روزه سر در نمی آورد. خاموشی مردم و قبول تدریجی کجروی ها دکتاتور می سازد. آقایانی که مراقب رفتار و گفتار و کردار ظاهر و باطن ما هستند تا به ما درجه ایمان و نمره قبولی برای رفتن به بهشت بدهند، آیا می دانند چند آیه در قرآن آمده که مؤمنان را به درستکاری و راهنمود مسلمانان به درستی دعوت می کند و وظیفه دینی می دانند؟ اگر نمی دانند نباید لباس دین برتن کنند. اگر می دانند در درجه اول خود و همردیفان را به درستکاری راهنمود و به مقام معصومیت برسانند. خوب تجربه کردیم که برعکس همه اصول دین که مسلمانان را برادر و مساوی می داند، آقایان با منطق تراشی هر گفتار و کردار مخالف دین را واجب و ثواب به خور ما کرده اند. با دروغگویی و فریبکاری از زبان خدا سخن گفته، برای خود امتیازها گرفته و با تألیف لقبها و مقامهای نو از بندگان خدا جدا شده و فرعون رفتار گشتند. این رهبران دنیا و آخرت خودشان مایه و موجب انحراف مردم هستند. اگر نه، با این مقام معنوی که قرنها داشتند میباید انسان آدم شده تحلیل اجتماع میدادند. عدم مطابقت رفتارشان با گفتارشان و فریبکاری های شرعیشان این وضع را ساخته است. حال که وضع امان این طور است چه کنیم؟ ما هم مانند دین فروشان رفتار کنیم یا اقدامی دیگر؟ ما که نمی توانیم خود را تغییر دهیم، نباید تغییر یافتن دیگران را انتظار داشته باشیم. تغییر را باید از خود آغاز کرد. برای آیندگانمان دنیای بهتری بسازیم و نه با حساب بانکی. با گشودن مغز تشخیص دهیم، بدانیم و اعتراف کنیم که انسان تمام اشتباه‌های امروز را هزاران بار در تاریخش تکرار کرده. چه وقت ممکن است آدم شود و از این گرفتاری‌ها که خود درست کرده نجات یابد؟ رهبران متدین عراق که پیروی از اندوختن ثروت ایده و معالشان شده، شاید توانستند ثروتشان را در خارج انبار کنند، اما بدون شک هم ردیف قاتلین روز عاشورا هستند و بر ملت و کشور عراق ظلم کردند. همه چیز را از بین برده، قطعه قطعه کرده و به خاک سپردند. با هر نیرو که به ثروتشان افزونی دهد، دست به یکی و عراق و ملتش را قربانی کردند. امروز ناهنجاری و بیفردایی عراق یک واقعیت است. بنگرید و عبرت آموزید. مدعیان ایران بهتر فردا را بشناسید و با تحقیق درباره حقیقتشان مفتضحشان کنید. فرصت ندهید ما را گله کنند. تغییر چوپان مشکلی را حل نمی کند. بیایید با تغییر خود اولین گام را برای بهتر زیستن برداریم. خیلی ببخشید، همه کس من جمله خود را از حمله و انتقاد دور نگذاشتم. هدف بهتر شدن و نه بره شدن، فردا داشتن و نه افتخار به گذشته است. گرایش به سوی هدفهای عملی و ممکن موضوع پیام گفتار امروز و قبلی و بعدی بوده و خواهد بود. امیدوارم با برآورده شدنش همه ما در ساخت فردای بهتر شریک و فعال باشیم. آمین. ممنونم از این دوستمون. و بله، ماجرای عراق رو دارید میبینید به چشم خودتون که سودجوها چجوری اومدن به کشورهایی مثل آمریکا و اینا
همین ماجرای ایران فعلیه و جنبشایی که میان میگن مردم 90% این 80% اون، مجاهدین میگه اونها، شاپرستا میگن اونها و الی آخر. اجازه بدید من از خانم فریمان ارشادی تشکر کنم که در فیسبوک هم بهشون به اصطلاح خواهم گفت نظرم که سوال کردن از من، از آقای علی ترابی و یه دوستی هم ما داریم، والا ایشون آلمان زندگی میکنه، یکی از محاسن آلمان و زبان آلمانی این بود که هر چی میگفتن مینوشتن و خیلی راحت تر از زبان انگلیسی بود. اینجا میگه مینویسه ت میگه د، نمیدونم بالاخره این دوستمون ام ای بعد نشته پور بقایی گراف، حالا من نمیدونم این گراف همون زرافه خودمونه، جراف اینجان یا چی، ولی روی فیسبوک نشون میدم و باهاشون صحبت میکنم. اول از همه از خانم مینا از آلمان ممنونم که ایشون دو تا نوشته فرستاده بودن. من اون روز پنجشنبه بعد از مسابقه که با آقای خسرو بهرامی داشتم به شدت حالم گرفته شده بود و از خودم تمام روز میپرسیدم چرا این دیکتاتورا هم به مردم ظلم میکنن و هم در آخر به خودشون و خانواده‌هاشون. واقعا وقتی نگاه میکنی همش همین جوری، از اسکندر گرفته، حالا از کوروش گرفته، از شاه گرفته، از این شیخ گرفته، همشون یه روزی در قدرت هم بعدش وقتی چیز میشن بر میگرده و زندگی و دوران و اینها ازشون انتقام میگیره. در صورت اون نامرم من پیدا میکنم میخونم، ولی اون روز من درباره گل خریدن برای بیمارستان و برای سر خاک و اینها صحبت کردم. خانم مینا هم میگه که ایشون هم با من هم‌عقیده است و بهترین کار اینه که کمک کنین به سازمان‌های خیریه، حالا هر جایی که دوست دارید. حتما شما هم دیدید که توی نوشته‌هایی که پخش میشه روی فیسبوک، مثلا یکی میاد می‌نویسه که دو تا 5 تا حکیم عمر خیام شاپور فلان، یا مثلا گفتن شیرازی ها سبزی خوردن ندارن، نمیدونم کیه این مارتن لوتر کینگ، یه اسم بزرگی میذارن که هرچی خودشون میگن من نمیدونم. اینجا میگه عبید زاکانی را گفتن دین اسلام را چگونه یافتی، گفت دین عجیبی است، چون در آن داخل شوی سر آلتت را ببرند و چون از آن خارج شوی سر خودت را. عبید زاکانی. حالا چجوری میشه ثابت کرد و دید اینها به اصطلاح گفته های این بزرگان و مشاهیر هست؟ من نمیدونم و هر روزم داره بدتر میشه. اصلا تو آمریکا الان این کلمه رو من یکی دو ماه یاد گرفتم، ترولینگ، TROLLING، یعنی یه چیز دروغی رو مینویسن بعد هی پخش میشه و اینها. حتی یه نفر نوشته که حقیقت رو باید نیروی بزرگی بیاریم تا بتونیم بکشیم، ولی دروغ رو میتونیم فقط با هوا به اصطلاح پخش کنیم و مثل پر میمونه، یا پر دیدید خیلی سبک باد که میاد پر میبره و اینها، در صورت نمیدونم. ولی ایشون نشه در مورد نخریدن گل که شما توصیه کرده بودید خیلی ممنون. من هم معتقدم که گل زیبا موقعی قشنگ است که فقط زنده بر روی شاخه است. آفرین، چون اون گلایی که من میگم این گلا رو زودتر از این که برسن به جایی که بو بدن و چیز کنن یه کارایی میکنن، یه دوایی میزنن بهش، فقط قیافش خوب باشه بیان امتحان کنید. این بار که میرید فروشگاه سیف وی، جاینت، نمیدونم هر چیز دیگه که تو منطقتون هست، دماغتون رو ببرید نزدیک این گلا ببینید بو میدن. اگه اینقدر گل یه جایی بود اصلا شما وارد که میشدید از بوی گل باید سردرد میگرفتید. درصد اینجوری. در ضمن تبریک به شما، خیلی ممنون. نوشتن که گفتید 40 سال ازدواج کردم، معلومه که هم در عشق قناعت میکنید هم در زندگی قناعت کردید و وفادار هستید. باید گفت خدا شر ترامپ لعنتی و نفرت انگیز را هر چه زودتر از سر این کره زمین بردارد. این رو دیروز فرستادن ایشون. یک شنبه خوبی داشته باشید. زمیمه هم جالب است، زمیمه همون بود که بهتون نشون دادم. اجازه بدید ایمیل قبلی ایشون رو هم من براتون بخونم. بله، این درباره برنامه آقای بهرامی بود که ایشون هم گفته بود که به اصطلاح وقتی دوستان میان و از
خاطراتشون میگن، این خاطرات ما رو با فجایعی آشنا میکنه که بیشتر میفهمیم چطور شد، به قول شیرازی ها که ایتو شد، چی شد که امروز اینجا هستیم. و اینم صحبت دوستمون، اگه بتونم پیداش کنم اینا رو، متاسفانه یا خوشبختانه چون با ایمیل هست منم میذارم توی یه پوشه‌ای که به نام تودی امروز پخش کنم، بعض وقتا نمیدونم چطور میشه، هر کاریش میکنم پیدا نمیشه، ولی همین که اون یکی رو خوندم، اجازه بدین بریم ببینم اگه پیداش نکردیم دیگه. آها این یکی دیگه اینجا. آها سلام آقای سوربی، برنامه دیروزتون با آقای بهرامی بسیار عالی بود. دوستان اگه ندیدید این برنامه رو، روی یوتیوب روی آرشیو ما موجود هست، اسم آقای خسرو بهرامی و سوربی رو همراه که بنویسید یا بنویسید مردم تیوی خسرو بهرامی، میتونید اون ویدیو رو ببینید. و من نمیدونم این چیه، بله شناسنامه.com. برنامه دیروزتون با آقای بهرامی بسیار عالی بود. اولا امیدوارم که به قول معروف خانه ظالم نابود شود. در ضمن باید دوباره از مرحوم رضا صفدری یاد کنم که اون نیز خود را نفروخت و جانش را در راه آزادی با افتخار بخشید. با سپاس و آرزوی موفقیت شما. ایشون هم از آلمان هست. من ممنون و متشکرم، چون به دوستان قول دادیم که این ساعت رو به اصطلاح با فیسبوک صرف میکنیم، میگذرونیم، نه که تلف میکنیم، امیدوارم تلف نباشه. بذارید اول بیام سراغ این دوستمون که اون روز بعد از این که من راجع به ترامپ نوشتم، خب خیلی ممنون، ایشون قشنگ نوشته آقای سوربی من 40 سال هست، یا 45 سال، ببخشید 45 سال هست در آلمان زندگی میکنم و به نظر من ترامپ آدم باهوشیه، اینجوره اونجوره. دوست عزیز، اگه شما پول رو به اصطلاح معیار قرار میدید، ترامپ حتی درباره پول هم به شماها دروغ گفته. ترامپ اگر آدم راستگویی بود ورقه های مالیاتیشو نشون میداد. ضمناً من اسم شما رو نمیدونم چجوری بخونم. ببینید اینجا این پور بقایی رو میتونم بخونم، ولی این گراف یا این ما نمیدونم یعنی چی. جای دیگه هم ندیدم اسمتون نوشته باشه. البته نوشتید که مثل شما در کریستیان آربرت یونیورسیتا، توی اونجا تو هامبورگ هستید. هامبورگ جای بسیار زیباییه. در رابطه با گفته عبید زاکانی است. آها خب پیداش میکنم، مرسی. دوستمون میگه که این، حالا میام تو فیسبوک. دوستان اجازه بدین اصلا صفحه رو ما روی فیسبوک قرار بدیم و بریم ببینیم تو فیسبوک چه میگذره و چرا بعضیا میگن آقا ما ترجیح میدیم اصلا به این فیسبوک وارد نشیم. و من حقیقتا یواش یواش میفهمم که اینها چقدر باهوشتر از من و دیگرانی هستن که روی فیسبوک هستن. ببینید این صفحه شخصی منه، یه صفحه دیگه هم هست به نام مردم تیوی که اون صفحه تلویزیونه. من چیزای مربوط به خودم رو اینجا میذارم. مثلا اینجا ببینید نوشته 1747 آیتم پندینگ. خب من باید چه کار کنم؟ باید وقتی میام اینجا نوشته 10 تا نوتیفیکیشن، اینجا نوشته مسیج. میدونید انقدر زیادش کردن که دیگه بهش شما اهمیت نمیدی. حالا میایم پایین مثلا ببینیم اینا که نوشته پندینگ چیان. بله آقای بابک جف یک نمیدونم نوشته ای گذاشته، دو تا نیو فوتو. نمیدونم آقای خود من مردم تیوی این برنامه رو شیر کردن، اصلا متوجه نمیشم. خب به من چه؟ آقا شیر کردم که خودم میدونم، من که آلزایمر ندارم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که من برم اداره پست یه نامه پست کنم و وقتی میام خونه ببینم تو صندوق پستم یه نامه نوشته شما نامه پست کردی. البته این کارا رو میکنیم برای رسیدش مثلا داشته باشیم، ولی دیگه تو مچ دیگه، یعنی بیش از اندازه. حالا این اندازه رو کی تعیین میکنه؟ من و شما. فیسبوک مثلا من برای آقای علی ترابی مینویسم علی ترابی اینجوری، این بالا مینویسه یه مسیج داری، میرم نگاه میکنم اینا مسیج خودم و علی ترابی نشون میده. خب آخه ببخشید آقای فیسبوک دیوانه احمق پوفیوز، خب خودم فرستادم دیگه، میدونم که نمیدونم والله.
این آلزایمر یا فراموشی چیه. حالا بیان بریم کلن این چند دقیقه رو روی فیسبوک بگذرونیم و ببینیم توی این بازار مکاره چه دیوانه های واقعا هستن. خب یکیش خود من، گفت دیوانه چون دیوانه ببیند خوشش آید. همین زیر برنامه امروز نوشته سعید دینسه که کامپلیمنتری یا تعارف، کامپلیمنت نعیز من، کامپلیمنت یعنی تعریف میشه، تعریف میشه، اون میشه پلزنتری و دروغه. اصلا کلمه تعارف رو سعی نکنید به انگلیسی تعریف کنید، اینا ندارن. اینا بهش میگه که میای خونه من، میگه نه باید برم خونه، میگه میای خونه من، میگه بله، بعد شما تعارف کردی حالا توش موندی. ما نداریم تو زبان انگلیسی، تعارف نداریم. کجا دیدید یه انگلیسی، یه آمریکایی، یه خارجی به شما یه تعارفی کنه میخوای حالا ماشین منو ببر؟ اگه گفتش میگه که نه میام میرسونمت، یا میگه با اوبر برو، یا اصلا میگه چرا نمیگی خانمت بیاد ببرته، چرا نمیگی بچت بیاد ببرته. در صورت نه عزیز من، کامپلیمنت میشه تشویق، تعریف، کامپلین اند کامپلیمنت، کامپلیمنت. بعد نوشته راجع به سکویی سوال کردم، این دوستمون فری که فریدون هست نوشته سکویی رفته فرهنگ زبان دردمند فحش را بنویسه. رینگو رفت من کافه دید چراغا همه آفه، نه حسنی رینگو اب نداره. مهم اینه که یه خواننده‌ای بلند شده اومده آمریکا، بلند شده رفته خارج، بعد اومده اونجا برای من و شما فیس و افاده. یادم این ابی و داریوش آمده بودن یه آهنگی میخوندن چیلی پوم پوم پوم، من رفته بودم تهرون، این فامیلای ما مخصوصا این دختر جوونا هی میگفتن یه آهنگ شنیدی، میگفتن چی، میگفت چیلی پوم، میگفتن خب چی میگه، میگفت چیلی پوم، میگفتن خب چیلی پوم یعنی چی. بدبختیم، ملت عقب افتاده هستیم، بی خود نیست که بعد آقای کابوسی هی میگه ما نژادمون اینجوری. البته کابوسی هم یه مشکل دیگه داره، کابوسی هم نمیدونه میخواد چی بگه، یا اگه میدونه نمیدونه چجوری این رو منتقل کنه. آقا شما یه وقت هست که توی ماشین استادی به من میگی آقا این مثلا دند برنجی ترانسمیشنش خرابه یا سینکرونایز گیرش خرابه، من بهت میگم دند برنجی چیه، سینکرونایزه چیه، میگه آقا کاری نداشته باش این گیربوکسش خرابه. من بهت میگم گیربوکسش چیه، میگه آقا کاری نداشته باش این دندش خرابه. یه وقت لازم به توضیح، یه وقت میبینی من اصلا شوتم میگه آقا ماشینت خرابه باید پارکش کنی من برات درستش میکنم. بعضی وقتا نباید توضیح بدیم. من که رشتم برقه، اگه توی مهمونی یه چراغی که روشن خاموش میشه بخوام به طرف توضیح بدم که حالا برو از فیوز اصلی این کارو بکن اون کارو بکن، آقا این چراغش خاموش روشن نمیشه، باید یکی بیاد درستش کنه. شما این ماجرای نژاد اگه باور داری یه روزی قشنگ در موردش صحبت کن تا ما هم با دوستان به اصطلاح در میون بذاریم. باز در رابطه با فیسبوک دوستان، من نمیدونم چه اتفاقی بیفته. ببینید الان اون دوستمون آقای خوشنودی میگه که آقا میگی مهمونی اینجا رو باز بذار مثل مهمونی. آقا ماها این امتحان رو تجربه کردیم، مثل مهمونی بود، بعد تبدیل شد به طویله، هر کسی اومد توش ارگوز کرد و رفت، دیدیم ما اینجا باید بیان طویله رو تمیز کنیم، آب پاشی کنیم، جارو کنیم، چایی بذاریم، اون یکی اولا بیاد نیاد کار داشته باشه نمیاد، پس این میشه عشق یه طرفه، خیابون یه طرفه. اوکی؟ دوم از او برنامه تلویزیونی، بله میتونیم هفته یه بار یه برنامه بذاریم، خود شما این کارو بکن آقای خوشنودی، یه برنامه بذار به منم یه بریک بده منم بیام زنگ بزنم. اصلا زنگم نمیزنم، من میام میشینم گوش میدم. ببینم اینایی که با فیسبوک الان امکانو داره که شما که روشن میکنی میتونی دیگران رو هم بیاری مثل کانفرنس کال، دعوت با ویدیو بیان داخل. ولی فکرشو بکنید، مثلا اینجا نوشته آقای سعید کابوسی اگه میخوای بیاریش بیارش. ببخشید حالا من چون سعید دوستمه و هر چی بهش بگم میفهمم که میفهمه ناراحت نمیشه، اینو میگم. فکرش بکنید من بزنم تصویرم الان رو ایره، مثلا این با شورت نشسته باشه، بهتون گفتم یادم این بهوانی نشسته بود، بعد بهش زنگ زدم گفتم که چرا کرست نبستی، گفت برای چی، گفتم این مماهات که شده مثل مماهای خانوما، گفت تو کجا منو میبینی، گفتم مرد حسابی روی ایر هستی، گفت اومدم آفیسو جارو کنم دستم خورده به این رفته رو ایر. خب
پس ما اونجوری هم نمیشه. بله شما آقای خوشنودی جوانی هستی، سخنوری، میخوای صحبت کنی، قرار اونو میذاریم مثل دوستانی که از کانون آبا میان با هم صحبت کنیم. در رابطه با اون آقای ما کی بود، ما پوربقایی، اون روز ایشون گفته من 45 سال اینا، میگم خب آقا بیا صحبت کن تا دیگرانم بفهمن، شاید منم اشتباه میکنم، منم آگاه بشم. بعد میگه که آقا شما که آقای سوربی نیستی. میگم والا بلا خودمم. میگه چجوری امکان داره شما الان برنامه زنده است ولی داری با من صحبت میکنی؟ اولا این روزا دیگه تشخیص برنامه زنده و مرده و نیم و جان اینها اصلا خیلی مشکله. اتفاقا یادم میاد وقتی میبودی برنامهش رفته بود روی ایران، یه نفر بهش گفت بود آقا من دارم شما رو میبینم، بعد میبودی گفت بود اگه منو میبینی ببینم حالا چیکار میکنم، گفت بود خودکارتو برداشتی داری اینجوری اینجوری میکنی. اولا به میبودی یکی بگه آقا شاید این از اوکلاهاما شما رو گذاشته بود سر کار، میگم من از ایرانم. بعدم این ماجرای زنده و اینها الان دیگه گذشت. ممکنه مثلا اون برنامه، البته اینجوری نبود، من برنامه کانون آوا رو ممکنه ساعت 10 ضبط کنم، ساعت 12 برای شما پخش کنم سر موقع برنامه زنده. و من آقا خودم هستم و به نظر من اگر کسی ادمین یه جایی هست دیگران باهاش تماس میگیرن، باید اینقدر صداقت و به اصطلاح درستکاری توشون باشه که بنویسه که من مثلا ادمین تلویزیون مردم هستم، به دلیل اینکه 9000 نفر روی اینه، 5000 نفر روی اونه، 6000 نفر اونجا هست، سوربی وقت نمیکنه، من با شماها ردیف میکنم اون قسمت آخرش. و این کار در همه جا میشه، همین وایت هاوس که طرف نامه میشه میگه آقا اینها خود آقای اوباما به من جواب داده، میگم آقا بیا تا من ببرم تو دفتر اینها. یه مش جوون فرما بهش میگن، یه سری فرمت های گذاشتن، مثلا میگه اگه این نگرانی داشت و اینها براش اینو بنویس، فرمه آمده میاد، امضای اوباما هم پرینت شده، مهر شده. مثل اون وقتا بود که رئیس اداره برای که هیچ چک امضا نکنه یک مهری ساخته بود، بعد میداد اون منشیش میزد، بانک هم قبول میکرد. اینا اینجوری شده. حالا من به شما هم گفتم اگر روزی برسم به جایی که من خیلی وقت میذارم جواب میدم، نتونم جواب بدم، اولین کاری که میکنم شما وقتی یه پیام میفرسی برات مینویسم که مثلا این پیام به دست سوربی مستقیما نمیرسه و ما جواب میدیم، اگر چیزی هست که باید سوربی مثلا جواب، چی اینجوری فیلتر بشه دیگه. در اصل آقای پوربقایی من خودمم، بیا به شرطی که این الان دارم اینو میزنم تو سر خودم، اوکی؟ بعدم اونی که شما میگی چجوری میشه اون برنامه رو داشته باشی، این خب من وقتی مثلا دارم گوش میدم، حالا ما هم یه کمی از خانم ها یاد بگیریم، خانم ها میگن مالتای تسکینگ هستن، یعنی چند تا کار رو در آن واحد انجام میدن، بچه بغلشه با تلفن هم داره صحبت میکنه، داره خوراک هم میپزه. حالا ما ایران، ما مردا میگی آقا مثلا چیز کن تخمق بشکن، میگی نه حالا من فقط وایسادم تا این گوجه فرنگیش گرم بشه، ما یه کار تازه اون کارام خراب انجام بدید. ببینید دنیا رو مردا به این روز انداختن. من امید و آرزوم همیشه این بوده که خانم ها بیان در مصدر کار، در مصدر اداره کردن دنیا، مثل خانواده که قانونش تا امروز دوام آورده، ولی متاسفانه اونم داره از بین میره، چون خانم ها دارن تلاش میکنن به من و شما ثابت کنن منم میتونم مثل مردا بی عقل باشم، منم میتونم تون رانندگی کنم، منم میتونم عرق بخورم، منم میتونم این کارو بکنم. بعد میبینید که ازدواج ها چجوری شده، 50% 60% تو هم سالهای اول از بین میره. بعدن یه سری بهش میگن open marriage، این آقای نوت گینگریج که دولا میشه برای پول برای خانم مریم رجوی، این به زن قبلیش گفته بود که اگه میتونی همینجوری با من باشی، من خودم برای خودم هر کاری میخوام بکنم. یعنی اونایی که میگیم این آخوندها چند تا زن دارن و فلان بیسار اینا، اینا هم همین جورن. یه زن داره تو مجالس و اینهاست، چند تا دوست دختر، چند تا جوون، چند تا پولی، چند تا ماساژی اینا دارن. چیزی که هست اگه حرف بزنی میگن آقای طرفدار جمهوری اسلامی، آقا ننگ بر جمهوری اسلامی، که اصلا نمیشه جمهوری باشه اسلامی هم باشه. و هم آقای چمنارا هم آقای دکتر نصر احمدی اینا گفتن که آقا این کپی رژیم شاهه و یه چیزی رو پایه و اساسش رو بد گذاشتن همینجور ادامه داره.
آقای علی ترابی از من پرسیدون که آقای سربی شما میگی شاه بده، میگی شیخ بده، کی خوبه؟ ببین این سوال سوال درستی نیست. حالا دلیلشو برات میگم. تو اگر برای من یه نامه بنویسی، قول بدی که من اگر گفتم یکی خوبه برو دنبالش، حتی اگه گفت سر خودتو ببر، سر خودتو ببر، دستو ببر میبری، اون وقت من بهت میگم کی خوبه. شما دروغ میگی. نمیخوام بگم دروغ میگی، شما متوجه نیستی. شما به خاطر عصبانیت که خودتم مثل من هنوز کسی رو پیدا نکردی که بهش اطمینان کنی. البته من درسیدم به یه جایی که دیگه اگه کسی هم پیدا بشه دیگه من کاری با کارش ندارم. دلیلش اینه که من میخوام مستقل بمونم، دلیلش اینه که من نمیخوام سیاسی باشم، نمیخوام دنبال رو کسی باشم، دنبال مومه. آقا این آقای قادری مگه پهلوان پنبه شما نبود؟ برو دنبالش. به جای اینکه فکر کنی سربی اومد مصاحبه کرد این ناراحت شون، فکر کن سربی اومد مصاحبه کرد گفت برید به این بپیوندید. آقا الان هم که زن و بچه و نوت رسیدن به ساحل امن و آرامش کالیفرنیا، بلند شو بیا برو یه بلیت بخر برو با این. پس اینو قبول نداری. نگاه کن کسایی رو که من قبول ندارم شما هم قبول نداری. خانم فریمان ارشادی هم همین سوال کرده، شما هم هیچ کس رو قبول ندارید. شما چه کسی رو قبول دارید خانم فریمان؟ هیچ کس. شما چه موومنتی رو قبول دارید؟ هیچ کس. هیچ موومنتی رو، هیچ جنبشی رو. هر کدومتون قبول دارین بیان تو این تلویزیون تبلیغشون رو بکنین، برید وقت بذارید براشون، برید حالا دیگه هوا هم داره سرد میشه، برید تو سرما وایسید کاغذ براشون پخش کنید. نه اینکه تا یکی میاد یه ایرادی رو میگه شما دارید درست مثل ترامپ عمل میکنید. ترامپ بهش میگن شما رفتی با این زنا این کارو کردی، میگه چرا از کلینتون نمیگی؟ آقا کلینتون مرد، تموم شد، رفت. تو هستی الان اینجا توی چیز، توی کاخ سفید. مشکل ما الان آقای رضا پهلویه که به شما دروغ میگه. بعد طرف میگه آقا صحبت‌های ایشان هیچ ضد و نقیض با هم نبود. اگر شما میخواهید به ما زور بگویید، میگم مرد حسابی من چه زوری دارم به شما بگم؟ اگر وجدانن که نداری، به شما نیستم خانم فریمان، به اون آقا هستم، اگر وجدانی که نداری فکر میکنی رضا پهلوی درست میگه، خب برو دنبالش، زنگ بزن، تماس بگیر، ایمیل بفرست، فیسبوک باش تماس بگیر، ببین آقا برنامه چی، برو دنبالش. برنامه نداره، دروغگوه، میگه من منتظرم مردم به من بگن چه کار کن. شما باورت میشه یه ایرانی برید بگردید پیداش کنید، یک ایرانی بهش که آقا ما حرف شما رو قبول داریم، اگه مردم دیدن قیافه شما برای عمامه و آخوند و رهبر ولایت فقیه خوبه، گفتن ولایت فقیه، ولایت فقیه میشی؟ پس دروغ میگه که میگه من منتظر مردمم. و تا حالا کجا شما دیدید که از این وری انتخاب کنن؟ یه نفر میاد جلو میگه من میخوام رئیس جمهور بشم، مردم رأی میدن. یه نفر میاد میگه من میخوام شهردار بشم، مردم رأی میدن. کجای دنیا شما دیدید همینجوری مردم مثل گله برن دم صندوق اسم هر ننه قمری رو دلشون خواست بنویسن؟ اگه اینجوری باشه که آدم میره 80 میلیون اسم میاد تو صندوق، هر کی به خودش رأی داده. خانم فریمان عزیز، شما هم مثل من تا حالا هیچ کدام از اینایی که ادعا کردن، رجوی، نمیدونم آقای تخا، آقای رضا تنبل، هیچ کدام از اینا، الان این دیوانه کیه، این دکتر حمزه پور، اینا را قبول نکردی. اگه قبول کرده بودی چرا وقت تو اینجا تلف میکنی؟ برو برای اون تبلیغ کن، برو رو فیسبوک اون. هیچ موومنتی رو قبول نداری. ولی نمیدونم چرا وقتی میای اینجا، من نوشتم آقا خانم این قسم خورده به قسمش عمل نمیکنه، به جایی که بگی که نه خیر قسمی که خورده آب لیمو بود، خورده غلط کرده، شکر بود، میگی آقای سربی شما چرا از ایشون ایراد میگیری؟ کار تلویزیون همینه، تلویزیون سرگرمیه. تلویزیون میگم طرف اومده نوشته که برای من بنویسید شما کجا هستید و ساعت چنده. 1500 نفر اومدن نوشتن استرالیا ساعت 1 صبح، استارباک. اصلا چه چیزی رو عمل، چه چیزی رو به اصطلاح مشکلی رو حل میکن تو زندگی من و شما؟ و این اصل تلویزیونه، این اصل فیسبوکه، تلف کردن وقت، تلف کردن وقت، ورق بازی. مگه شما ورق بازی میکنید که
حالا تازه اونام باز بد نیست، یکم رو مغز آدم کار میکنه، همین که شماره بلد باشی، چند تا حکم رفته چند تا نرفته، اینا شطرنج اینا، ولی بازم تلف کردن وقت. دوستان به تلویزیون ها به صورت تلف کردن وقت نگاه کنید. حالا اگه یه وقت یه چیزی گفتن، یه چیزی یاد گرفتید، good for you، خوش به حالتون. یه برنامه ای یه دوستی از سال 2003 تا الان داره مزخرف میگه، یه دفعه یه نفر میاد اسمش آقای چمن آراست، یه نفر میاد اسمش دکتر نصره، یه نفر میاد اسمش از خلیج فارسه، این یه برنامه میذاره، شما یه چیز یاد میگیرید، خوش به حالتون. ولی اینکه آقا من نشستم اینجا و چیزی یاد نگرفتم، احمق، یاد گرفتی، یاد گرفتی دیگه فردا نیای اینجا، برو جایی که یاد بگیری. این خانمی که میگه اینجوری که شما حرف میزنی، این کسیه که من اگه یه گنجیشکی نشسته باشه رو تناب، رخت که بهش میگیم بند رخت میگفتیم، چی میگیم، و رید رو اونجا، میگیم گنجیشک رید رو بندو. این خانم تهرونی اگه خواست بگه میگه گنجیشک رید رو بنده، ولی نمیفهمه آقا تهرونی که وجود نداشته، یه شهرهی بوده. شما بدبختا هم از این ور اون ور، یا بابات کارگر بوده یا کارمند بوده، بعدن کشوندن اونش اینجا، رابطتون هم با پدر بزرگ و مادر بزرگتون قطع شده، حالا یه چیزی شدید اصلا، نه مثل آمریکا هستا که نه ریشه داره، نه اصلی داره، نه چیزی، ولی ادعام داره. شما این آمریکای 250 ساله رو ببین، به چین نمیدونم 7000 ساله، 5000 ساله، به مکزیک فلان، به همه میخواد زور بگه. این ماجرای شماست. بعدم خوشت نمیاد لهجه شیرازی تو سرت بخوره، خب برو یه جای دیگه که برای تیتیش مامانی حرف میزنن، برو آقای شمیناری نگاه کن. به درود بینندگان به پاپسین ما پسینتون، فردا میخوایم بریم تو خیابون. برو خانم ولمون کن. بیام دوباره فیسبوک دوستم. بله، میخوام ببرمتون سراغ آقای سعید وحیدی و ابراز واقعا تأسف کنم، چون به نظرم میاد وحید سعیدی که یک انسان سالمی بود از نظر من، این روزا خیلی ببینید مثلا آقای کابوسی اومده اینجا نوشته نژاد تخمی، من نوشتم فیسبوک بهترین مکان برای ما ایرانی های عقده‌ای که دلمون میخواد به هم فوش بدیم، پس از آن هم بگیم یا زرتشت. ایشون نوشته نژاد تخمی، من میگم آقا اگه این نژاد تخمیه، اولا این ماجرای تخمی دوستم چیز بدی نیست، این برمیگرده به بادمجون تخمی. حالا بعدن وقتی هی گفتن تو مغز من و شما از بس آدمای بد ذاتی هستیم، همه چی شده تخم، این تخم اون تخم نیست. اوکی، حالا ببینیم چی نوشته مجید. این خانم نمیدونه زمانی که شیراز آب لوله کشی داشت، اینها آب شاشی آبنبارا رو میخوردن. مجید اینجا رفتم خونه آقای نمازی، حسن نمازی، پسر اون نمازی که آب لوله کشی بیمارستان نمازی و اینها رو راه انداخته بود. بله، تهرونی دلش خوشه دیگه، آقای شارخ بیاد براش آبنبار و آب شاهی و اینا رو یاد میدونه، گاری آب شاهی رو یادش بخه. خب راست میگی دیگه، درست میگی، شما یه جایی رو تو زمین بکنید آب بذارید اونجا، اون ور اگه چاه مسترا باشه، چاه آبشی باشه، چطور میشه دیگه؟ اونا میاد اینجا دیگه. البته هوششون زیاد شده ها، خوردن این آبشاشارو هوششون زیاد شده. ممنونم. شهر درست نکن مجید فلان فلان شده، خود ما کم درد سر داریم که تام اینجوری. بله، yes it clear، no say it clear. نگاه کن، وقتی یکی میاد میگه آقا نژاد بهتر به من بگو چیه، من میخوام بیام، شما میگه اول بگو که ادمیت کن که نژادم بده. من میگم اصلا از کجا بدونم بده؟ معیار شما چیه؟ این سنگی که میگن کیلو، بعد میگی یک کیلو کمتر، معیار باید داشته باشه، بنچمارک باید داشته باشه، ترازو باید داشته باشه، اسکیل باید داشته باشه. شما همینجوری تو هوا داری راه میری. یه اشکالی هم که سعید داره، سعید یه دفعه میزنه پلیس که اومد اینو بیزاره پایین، میره چهارا بعدی دوباره میزنه، یعنی از هر جایی یه صدایی فقط میاد این جواب میده.
حاضر نیست وقت بذاره. اینا حاضر نیستن سر یه ساعتی سر یه برنامه بشینن از یه پولی بگذرن. میگه آقا اون روزه ممکن 400 دلار 200 دلار 300 دلار یه جای کاسب باشن. بلا مگه برنامه نداشتی؟ خب بشین هفته یه بار تام حرفتو بزن به مردم، تحمل هم داشته باش، جوابگو هم باش. نیست مانی، مانی واک بورشت تاک، چی بگم بهتون. بله ما اومدیم روز 11 نوامبر دوستان، اینا الان بهتون نشون میدم، گذاشتیم نوشتیم که آیا باید به سوگند خود وفادار باشیم یا نان را به نرخ روز بخوریم. با دقت توجه کنید کسی که سوگند خورده چگونه اینجا دروغ میگوید. حالا یا امام حسین شروع میکنیم، بذار من این براتون بزرگترش کنم تصویر رو، 4:3 اینجا. خیلی لعنت به این کامپیوتر اینجوری که اطفالی شده، باید اینم مال ماوسه، ماوس وایرلس، من هیچ چیز خوبی ازش ندیدم. بله خب نگاه کنید دوستان، ما اینو نوشتیم، یعنی یه نفر بیاد بگه که آقا بله این راست میگه، یکی بیاد بگه دروغ میگه. حالا ببینید فوش و فضیحت به هم دیگه. بعد آقای کابوسی ببینید مردم برنامه خوب و یه چیزی بخوان یاد بگیرن و اینا نمیخوان. این بیچاره کابوسی اومده گفته آقا اگه کسی مشکل ماشین داره من با 40 سال تجربه مجانی کمکتون میکنم. یه نفر براش نمینویسه. آره اروا بابامون هممون ماشینای بنتلی داریم و مکانیک مخصوص، هممون کنار خیابون ماشینامون خرابه، ولی نه فیسبوک باید فقط برای فوش فضیحت. خب من اینو باز میکنم. آقای رزاقی اولا نمیدونم اینا رو من به ترتیب زمانه یا اینم یه مکافات دیگه است. ببینید دوستان نوشته که خانواده این بابا منظورش رضا پهلوی پول ملت ایران را بالا کشیدن و خوردن، تنها خرجی که در مبارزه کرده یک برگه آچار بوده، کاغذهای ایرانی یادتونه 11 در 8 اینچ میگفتن تو آچار، یک بار روی آن نوشته بود که من از آزادی های یواشکی حمایت میکنم، بقیه مبارزش در قمارخانه ها و رستوران هایی بود که اگر کسی میخواست در همون رستوران غذا بخورد و عکس بگیرد تازه بالای 500 دلار باید میداد برای اینها. چه سخت مبارزه میکنن اینها، خسته نباشن، مبارزه دلاور روی تخت. اینه که من میگم وحید سعیدی کارش خراب شده. دوستان نگاه کنید، وحید سعیدی اومده اینجا به جایی که درباره این پست کامنت بنویسه نوشته کثیف‌تر و منفورتر از آخوندا ایرانی‌ها هستن که در خارج از ایران زندگی میکنن و طرفدار جمهوری اسلامی هستن، مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش. منظور شما کیه؟ منظور منم؟ منظور آقای سهند فریاده؟ منظورت کیه؟ خب این که خفه خون تو ایجاد میکنی، یعنی یا همه باید مثل آقای وحید سعیدی که نمیدونم چی شد، این وقتا طرفدار رضا پهلوی نبوده، نمیدونم فامیلی وصلتی، و دشقیمان و جنایتکاران معاصر ایران زمین. آقا اینا از کجا آمدن؟ من براش نوشتم که وحید please do not use comment spot as your free billboard، گفتم که اینجا جای نظرات رو به عنوان فری بیلبورد، این بیلبورد ببینید چه تابلوهای بزرگی هست کنار جاده هست، بعضی هاشم روش نوشته اویلیبل. من گفتم این خدای اویلیبل یعنی چی؟ بعدا معلوم شد یعنی آزادیم برای تبلیغ، بیان بدید مثلا ما 1000 دلار 800 دلار 8000 دلار. میگم آقا تویی که تو آمریکا یا کانادا زندگی میکنی هنوز بلد نیستی کامنت بدی، میخوای بری ایران آزاد کنی؟ والا تو ایران وضعشون بهتر از من و تو الان. بله بعد این یکی دیگه اومده، اسماعیل فرساحت، اسماعیل فساحت، فساحت یا فساحت، بله اسماعیل فساحت، درود بر خاندان پهلوی و توف به انسانهایی که نمک خوردند و نمکدان شکستند. اولین کسی که نمک ایران خورد و نمکدان شکست رضا خان قلدر بود، دومیش شاه بود، سومی چهارمی پنجمی بچه هاش و خانوادهش بودن. شما توفت رو اینجوری هدر نکن، توفت رو بذار برای اونها. بعد مرد ناحسابی آقای اسمال، آقای اسمال عزیز من، این خاندان پهلوی دو تا پادشاهی بودن که قانون مشروطه رو زیر پا گذاشتن. بعد علی میگه که وقتی اون ویدیو رو فرستادی همسرم نگاه کرد به من گفت که علی جان من و تو مو میبینیم،
سربی پیچش مو. گفتم علی جان حالا شما شانس آوردی چهار تا نخ مو داری، بنده دیگه تو سر میبینی و من ریزش مو. برای که سواد، ببخشید سواد نه، مطالعه نکردیم. کی توی آقا تاریخ دوره پهلوی رو بیاری شما من بگید چرا راجب مصدق توش نبوده؟ والا بلا به ننتون به باباتون بنده مصدقی نیستم. بنده 3 سالم بعد از اینکه مصدق از بین رفت به اصطلاح کنارش گذاشتن دنیا اومدم. آقا خانم کار خراب بوده، این خانم نیه قرار شده بیاد نمیاد، میدونه میدونه من دارم درست میگم. میگم خانم شما هرچی خوبی از آخوندان میگی از شاه میگی درست، بیا به من بگو چرا اینجوری شد، اشکالش چی بود؟ خب این یکی دوستمون اومده آرش بینش پژو، ممنونم ازش، سوگند آقای رضا پهلوی رو خورده. آقا چرا زحمت میکشی؟ ملت ما ملت احمقی نادان، این تلویزیونای لس آنجلسی درست میگن، من اشتباه کردم فکر میکنم اینا دانا هستن. طرف قسم میخوره میگه من سوگند و من پادشاه هستم به قانون مشروطه و به فلان و به بابام و به امام زمان. بعد اینجا من ازش پرسم آقا هستی یا نیستی؟ 3 بار پرسیدم، یه بار اون موقع دوربین موربین نبوده 1987، یه بار 2006، یه بارم 2-3 سال پیش تو تلویزیون کانال 1. اینا رو برید بنویسید قبل از اینکه بیاین کامنت بذارید. بله حالا میایم پایین تر. دوباره آقای مصطفی نیک پندار، مرد مؤمن، دوست عزیز، این درود ورود یعنی چی؟ شما بنویس که این آقا متعهد هست یا نه، مسئول هست یا نه. چقدر احمقیم ما، همش میگم ما، منم جزء شما هستم، منم مثل شما احمقم. اگه احمق نبودم الان نمیبدم وقتم رو صرف کنم به شما یه چیزی یاد بدم که رو فیسبوک عزیز من آقای وحید سعیدی، بابا ما رو شما حساب میکردیم. بعد شاه و شیخ از یک قماشن، خب قبول حسین جوادزاده عزیز، ولی الان که راجع به اینا نیست، نه راجع به شاه هست نه راجع به شیخ، راجع به رضا تنبل پلویه. نظرت راجع به اون بنویس. دوباره آقای وحید سعیدی آمده، امیدوارم حالا بعد از 39 سال شورشیان سال 57 معنی دیکتاتور وطن فروش خائن دوز را فهمیده باشن. عزیز من کفن دزدی بده، چه کفن دزد اول شاه، چه کفن دزد دوم خمینی که رید به قبر پدر مادر امام. کفن دزدی بده، کفن دزد و ریدن به قبر مرده ها بدتره، ما اینو میدونیم. چیه شما رفتی دانشگاه اینو یاد دادن؟ دوباره یکی از فاسدترین موجودات دنیا شد رهبر. آخه عزیز من این یعنی چی؟ شما هی اینجا چپ و راست میای از کامنت من، بنده خدا آقای هوشنگ رادخو یه روزی گفت که من مثل من دیگه بلد نیست که ماها میدونی برداشتمون هر کدوم از یه چیزی میدونی، میگن یه نفر چند نفر چشاشونو بستن بردنشون توی یه جایی، بعد میگفتن دست بکش به این ببین چیه، طرف دست میکشید میگه این ستونه، دست میکشید به این میگه که، بعدم معلوم شد یه فیله، یه جای چشا اینا رو بستن، هر کسی دست میکشید به این فیل یه چیزی میگفت. حالا این فیسبوک هم فیل ما ایرانی ها شده. منی که با 61 سال سن حالا چند سال اینجا هستم رو فیسبوک نمیدونم، میام یه برداشت دارم، اون یکی یه برداشت داره، طرف میگه آقا چرا آزاد نمیکنی من پست بذارم، اینجا هم سانسور میکنی؟ میگم آخه احمد این صفحه منه، تو به من میگی چرا سطل آشغال نمیذاری در خونت که من که میدونم با ماشین آشغال بندازم توش، آشغال تو بذار تو ماشینت وقتی رسیدی خونت بذار اونجا، بلد نیستی. ماجرای اینا بهش میگن فیل توی اتاقی که هر کسی یه برداشت داره. فقط من نمیدونم این وحید سعیدی همون وحید خود ماست یا واقعا یکی داره از اسم شما سوء استفاده میکنه. آقای سعیدی من ازت خواهش میکنم از کامنت، فقط کامنت استفاده کن، اگه میخوای برنامه داشته باشی استفاده کن. من از دیگران $10 میگیرم برای که بذارم اونجا، از شما مجانی چون قبلا هم تلویزیون مردم حمایت کردی، آقای عزیزان حمایت کردی اینا، ولی دوست عزیز آخه خودت نگاه بکن ببین ما یه دونه پست گذاشتیم شما چند بار اومدید کردیش بیلبورد، این درست نیست، this is not right به قول خودمون اینجا. خب حالا بریم باز پایین تر دوستان.
آها، اصلا این حرفا معنیش چیه؟ این همون اشکاله خانم فریمان عزیز. وقتی که طرف گو خشت اول چون نهی و چون نهد معمار کش تا سرایا می رود، وقتی که اون بلد نباشه که به من که این پست رو گذاشتم و درباره رضا پهلوی صحبت کنه، اون وقت شماها میافتید به جون هم دیگه. نه شما میفهمید معنیش چیه نه اون، اون به تو فحش میده تو به اون فحش میده، اون به تو فحش. فعلا یه چیز ساده است، به قول اینا yes no، یکی دیگه چیه maybe so. خب من به سهم خودم از سوربی مردم تیوی مطالب یاد گرفتم، ممنونم. ما هم از شما یاد گرفتیم علی آقا، خیلی ممنون. خب علی جان شما که سوال کردی آقا کی خوبه، من بهت گفتم آقا کامران قادری خوبه. حالا چیکار میکنی؟ اولین حرفت اینه خب کامران قادری میخواد چیکار کنه؟ یا من چه میدونم از اون بپرس؟ میگی نه آقا خودشم نمیدونه میخواد چیکار کنه. پس ببین شما منتظر من نبودی، شما عصبانی هستی که چرا یه نفر نیست که خوب باشه شما برید دنبالش. لابد منتظر بودی مثلا منم بیام مثل اونا بگم آقا من میخوام پرواز عشق را بندازم، سفر نیویورک را بندازم. این آقای شهرام همایون دو سه هفته پیش بود ترامپ یه چیزی گفته بود، گفت که بلند شین بریم جلو وایت هاوس، بلند شین 100 نفر از اینجا. میدونید تا میگه 100 نفر از اینجا بریم به یه شرکت هواپیمایی یا یکی از آژانس ها زنگ میزنه آقا 100 تا بلیط ارزون برای من بخره، یه مش پیرمرد و زن بدبختی سوار میکنه میاره اینجا، میرن یه ناهاری میخورن بعدم برمیگردن میرن، از هر 100 تایش 50 دلار 100 دلار که گرفته باشه میشه 10000 دلار. و الا آقای شهرام همایون تو این منطقه واشنگتن ما ایرانی کم داریم که شما میخوای بیاری زیره به کرمون از لس آنجلس برای ما ایرانی بیاری تظاهرات؟ مگه این آقای رضا پهلوی عقب افتاده دروغگو اینجا نیست؟ مگه شما همیشه با همدیگه زنگ نمیزنین صحبت میکنین؟ زنگ بزن بگو رضا پلوی دم کاخ سفید دارن پلو میدن برو تظاهرات کن. دروغ میگید آقا، شما انقدر دروغ گفتید دیگه به خودتونم دروغ میگید، به خانمتونم دروغ میگید، به بچه هاتونم دروغ میگید. خب بیان اینجا حرف بزنید. دروغ نمیگید؟ 100 نفر بلند شین بیان وایت هاوس. خب میای اینجا وایت هاوس، اون روز هم اون آقا رفته گلف بازی میکنه. خب ببینیم چی میگه. بریم باز پایین تر. آهان سعید میگه توی آن مملکت انقلاب شده، یعنی دگرگونی. قسم ایشون که دیگه ارزشی نداره. عزیز من ایشون بعد از انقلاب قسم خورده. ای کاش شما یکی از مشاورینش بودی به جای این تیمسار میمسارهای پیر پاتال و اویسی و نمیدونم اونا، شما بودی اونجا میگفتی آقا مردم حکومت شما رو انداختن بیرون، شما دیگه قسم به چی میخوری؟ مثل که من بابام تو شرکت مثلا کفش ملی کار کرده باشه، حالا بازنشست شده و اومده بیرون و کفش ملی هم اونجا آتیش گرفته، بعد من برم بگم میخوام من اینجا کار کنم، میگن آقا نیست، تازه بابات اینجا کار میکرده، به تو چه؟ اونا نداشت کسی که مشاور باشه بهش درست حرف بزنه. بله دوباره حالا ببینید آقای سعیدی، شهرام همایون یک شیاده هست، با من اینجا چی کار داره؟ با این پست چی کار داره؟ پیام‌های خصوصی تام که جواب نمیدی. خب اینجوری میکنی و من بلاکت کنم، بعد میگه سانسور سوربی سانسورم کرد. آخه نکن عزیز من، این درست نیست. بله حالا مثلا اینجا باز خانم فریمان ارشدی نوشتی که من به شما توهین نکردم. ببینید من نمیفهمم، شما که به من نیستی، ولی باید به کی بگی؟ بگی به وحید، بگی آها نوشته وحید سعیدی، عذر میخوام، درسته کار شما درسته، نوشته وحید سعیدی من به شما توهین نکردم، یعنی یه چیزی من گفتم میخوام مردم نظرشونو بگم، حالا مردم دارن با هم دعوا میکنن. حالا یه دوستی برای من فرستاده یه ویدیویی از مجلس، بله خانم آذر قشقایی میگه آقای سوربی محترم شما چقدر چرا انقدر قر میزنی؟ خب آذر خانم شما شعورت اگر میرسید میفهمیدی که تمام خوبی های دنیا رو ما از افرادی داریم که قر میزنن. اگه همه مثل شما بی رگ بودن، بی غیرت بودن، مثل بادمجون بودن، هیچ چیز تکون نمیخورد، اصلا خیابونا دست اندازه رو داشت،
قطعی برقا سر ساعت قطع میشد و اینجوری بود، ولی اونایی که قُر زدن، اونایی که موهاشون رو سفید کردن، اونایی که موهاشون رو ریخت، فکر کردن شما آدمی، انسانی. ببخشید نمیدونستم شما آدم نیستی، فقط همشهریمونه این خانم قشقایی. چرا اینقدر قُر میزنی؟ یعنی برادر شما بیاد خونتون بگی که بابا جون این آشغالا رو که ریختی اینجا خب باد میبره، نمیدونم خونه فلان اینا، شما بهش میگی داداش چرا قُر میزنی؟ درو به من بیا تو، بیای تو دیگه آشغال نیست. این ملت بیچاره من که عمرم رو دارم تلف میکنم برای این ملت. همین دوست اون آقای علی ترابی اون روز اومده بعد برنامه میگه آقا من شوخی کردم، میگم آقا وسط برنامه شما شوخیت گرفته، ببخشید اینو میگم، ما تو شیراز وقتا میگفتن شوخی زیر لحاف. خب پاسخی بسیار متین، منطقی، آزادمنشانه و شاهانه خانم محبوبه حسینپور. این خانم محبوبه حسینپور خیلی خوب مینویسه، خیلی چی میکنه، تا الان چند بار بهش گفتم بیاد صحبت کنه. و وحید خودت ببین توی یه پست که ما نوشتیم شما چند بار آمدی و به دیگران حمله کردی. آخرینش اینه، ایشون خانم فریمان روز اول نوشتن آقای سربی عزیز، با شناختی که از شما دارم و تجربیات چندین ساله شما، شما چه گروهی و یا کسی را لایق رهبری در ایران می دانید؟ بیاییم به جای این حرفا که باعث ناامید، نه عزیز من اصلا این حرفا باعث ناامید، چی امیدوار بوده من ناامیدش کردم. یه جای دیگه یه نفر نوشته بود حالا که موقع چیز شده اینا حرفایی میزنن که چیه، حالا که موقع اتحاد شده اینا حرفایی میزنن که تفرقه ایجاد کنن. برای طرف نوشتم سیگاری چیزی کشیدی؟ کدوم اتحاد؟ اینجا شما سه نفر رو نمیتونی پیدا کنی. گفتم بهتون یه مهمونی بودم 60 نفر بودن، من با هر کی صحبت میکردم این مشروبشو میگرفت یا میرم خوراک برمیداشت، نفر بعدی میمد میگفت آقا این مأمور جمهوری اسلامی ها. گفتم والا به خود منم میگم مأمور جمهوری اسلامی، شما هم که الان قبل از اینکه بیای طرف اشاره کرد گفت شما مأمور جمهوری هستید، نکنید این کارو. و اگه شما تجربیات منو سالای منو دیده بودی خانم فریمان عزیز، فریمان یه شهری مال اصفهان بود نه، شما میدونستی که من براتون تعریف کردم وقتی که من اینجا هومسیک شدم و اومدم سراغ ایرانیا. میدونی تو آمریکا که بیای اول زور میزنی با سرعت بری پول پیدا کنی از ایتالیایی ها جلو، از ایرلندی ها جلو، بعد یه دفعه میبینی ایتالیایی ها اقلا یه عصری با هم جمع میشن چهار کلمه ایتالیایی حرف زدن، ما ایرانی ها نه یه رستوران داریم نه یه کافه داریم نه یک خانه ایران داریم نه فلان داریم، هرگی هم میگی داریم بیا به من نشون بده، نداریم، همش تالار ایران کجاست، یه جایی رو اجاره میکنن بمانه. من اومدم رفتم نگاه کردم احزاب مختلف، این بنده خدا آقای فیلابی هم میگه، میگه من وقتی چیز شد اومدم رفتم نگاه کردم دیدم هیچی نیست، رفتم تو مجاهدین تو بدترین سوراخ. من وقتی نگاه کردم دیدم هیچی نیست، گفتم میرم جبهه ملی، چون جبهه ملی فلسفه و اسلوگنش و تبلیغش و منیفستش اینه، اساسنامه که هر کسی با هر چیزی میتونه بیاد اینجا، ولی در اصل جبهه ملی است. بعد دیدم آقای کوفتیام دروغ میگن، کدام جبهه ملی، 7-8 نفر آدم نشستن اونجا، تازه هم شد دو قسمت. من آمدم بیرون، شما اگه منو بشناسی و برنامه رو توجه کنی بارها گفتم به این دلایل دیگه نیستم. بعد موقع انتخابات که میشه شما نگاه کنید، الان انتخابات رئیس جمهور من شرکت نکردم چون هیچ کدوم از اینا نماینده من نبودن، انتخابات فرماندار یا گاورنر شرکت کردم چون آقای دکتر نوردم به اصطلاح چیزی هست که من میبینم بهش اعتماد دارم، رفتم بهش رأی دادم. و قرار نیست ما چون کسی نیست هر ازگلی که میاد بگیم حالا کاچی بهتر از کاچی بعضی هیچیه یا کاچی بهتر از هیچیه، نه آقا، یکی از کارهای دیگه‌ای که میتونیم بکنیم وایسی، آمد کسی آمد، نیومد. ولی چون حالا کسی، چون حالا اینجا ماشین تاکسی خوب نیست، من سوار این ماشین نمیشم، میرم پایین‌تر بهم تجاوز میکنه، پول من برمی‌داره میره. البته ما که دیگه حالا تو این سن و سال رسیدیم که اگه کسی بهمون تجاوز کنه خیلی خوشحال میشیم.
دوست عزیز، شما، من از شما سوال میکنم، شما که بانو هستی، جوانتر از من هستی، درست بهتر از منه، چیزهای بیشتری میخونی، شما چه کسی رو قبول داری؟ برین دنبال اون آگهیاش هم بیان بدین اینجا، اصلا بیان تو این تلویزیون مهمون من یه دو هفته ای آگهی مجانی برای اون چیزی که دوست داری. آقای ترابی بیا اینجا آگهی مجانی برای آقای قادری بده، بعد ببین مردم سوال پیچت میکنن، ببین همین دوتا مویی هم که اون رو کلت هست کچل میشی یا نه، ازت میپرسن خب آقای یعنی چی؟ دوستمون سعید گفت داشتم میرفتم صبح، یه نفر زنگ زده با ساسان کمالی، یه خانمی بوده، آقا یه مصاحبه با این آقا بکن. ساسان کمالی گفته خب خانم من مصاحبه کردم، این میگه من پرچم شیر خورشید از نمیدونم چی گرفتم، سلیل سرخ گرفتم، دارم راه میفتم میرم. خب بره که چیکار کنه؟ هیچ، همه خالی. خب آقای فری عزیز ممنون، متشکرم. دوستان گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و یادتون باشه ملتی که هنوز نمیداند چگونه در فیسبوک اظهار عقیده کند لیاقتی بیشتر از حکومت آخوندها دارد؟ سوالیش کنم که بهتون بر نخوره، منظورم اینه که نداریم. آقایی که از خلیج فارس صحبت کرد گفت آقا رفتی افتادین تو این چاه، حالا این چاه رو شما میخواین برین کجا؟ میدونید کجا میخواین برین؟ یا نگاه کنید همینجا که من این نوشتم، آقای رضا رضایی آمده یه دختر خانم نشسته روی چیز عکس اینو گذاشته. خب یعنی چی؟ این آدم از خودش نمیپرسه آقا این یه سوالی کرده، گفته من برنامه‌م ساعت 2 بعد از ظهره، من این عکس این دختر رو گذاشتم با ویدیو برای چی؟ خب اینا رو یکی یکی باید بشینی علی آقا پاکش کنی، دوباره دیگه گذاشت بلاکش کنی. بله از همش بهتر این آقا هست، آقای فرخ پیرنیا. دوستان اینا کسایی هست که توی مهمونی ها معمولا هم کتشلوار که میپوشن یه شال گردن هم زیر پیرنشونه، اینم یه کوفت دیگه است، تابستون گرما، شال نه از این چیزای سیلک که اونم گرمه. نگاه کنید آقایی به نام فرخ پیرنیا نوشته آقای سربی خفه شو، چرا از رژیم، جنایت رژیم سخن نمیگویی؟ هدف از این مغلط بازی ها چیست؟ شاهزاده فرزند برومند خاندانی است که ایران را ساختن، یکی به این احمد با چیکار کنه؟ با یه تو سری بزنه و یه درکونی. اوکی؟ اینجوری میان صفحه شما نگاه میکنید میبینید این پشت پرچم و شیر خورشید و اینها قایم شده، از خودش عقب افتاده تر عکس رضا پهلوی هم گذاشته. چیکارش میکنی؟ ریپورتش میکنی. ریپورت به کجا؟ ریپورت به فیسبوک. میگین چی؟ میگین ریپورت دیس پروفایل بعد دیس ایز فیک اکانت. آقای فرخ پیرنیا باید چیکار کنه؟ باید این سابمیت، از این برم بلاک. بفرمایید آقا مگس که میاد ویز ویز میکنه، شما که خودکشی نمیکنی، بلند میشی مگسه رو میکشی، مگس رفت تموم راحت. این نشون میده لیاقت نداره ما اینجا آزاد راش بدیم. خب این همینی که گفتم آقای مجید خوشنودی، هفته یه با یا هر روز من بیام بشینم اینجا جمع مثل این که اومدیم مهمونی، خب از دست آقای مجید افراخته هم ناراحتم، کسی که هنرمنده، کسی که میتونه با اون قشنگی بنویسه، چرا بیاد اینجوری بنویسه؟ عجب خری هست این شازده. نگاه کنید آقای افراخته آلمان زندگی میکنه، دیدم با دوستاشم کارای موزیک و پرکاشن و اینا انجام میده. خب ببین آقای چیز، ما که با اونی که نمیفهمه باید بگیم، به شما هم که میفهمه باید اینو بگیم. بله عجب خری هست این شازده، انقدر ناقص العقل است که هنوز فکر میکنه امتهای خر ایران و مردم امکان این که شاهی را با دست خود کله پا کردن باز بخواهند برگردانن. همین دلیلی است از شناخت این شازده از ایران که تازه میگه قبول مسئولیت اداره آن را هم میتوانم به عهده بگیرم. باباش با همه وقاحت و خریتش فهمید که دیگه جایش در ایران نیست، دست توله ها و اون زنیکه رو گرفت و الفرا. خب حالا ببینیم اینجا چی میگه. جالبه که ما ایرانی ها هنوز، آها حالا فهمیدی خانم فریمان،
سه روز گذشت تا من و شما رسیدیم دوتامون به این نتیجه. جالبه که ما ایرانی ها هنوز یاد نگرفتیم که با منطق با هم تبادل عقیده کنیم تا به نتیجه برسیم. ممنونم از شما دوستان. خب اینم نوشته، من به این مجید عزیز بارها گفتم خران این وسط نقشی ندارم. خب آقای فری هم من نمیدونم به کی، والا ما که داریم میگیم امید آرزومون این بود که حزب خرانی داشته باشیم، خودمونم توش عضو باشیم و نمیدونم منظورتون چیه. انقدر به هم فوش میدن، بعضی وقتا این میخواسته به اون یکی فوش بده، اون رفته، این داره همینجوری فوش میده. پس به امید روزی که ما بتونیم کامنت فیسبوک رو هم چیکار کنیم؟ قطعش کنیم، یا بهتر از این برنامه های فیسبوک رو فوری پاک کنم بذارم روی یوتیوب، اونجا نظرتون رو با ایمیل با تلفن بیان بدین، راحت صحبت. اونجوری وقت دیگه هی فوشکشی نمیشه. روز روزگارتون خوش، برنامه ها رو پی میگیرین. امیدوارم چهارشنبه با آقای کوروش سلیمانی، این هنرمند کاریکاتوریست، باشیم. سه هفته پستپون کردن، پستپون یعنی به تأخیر انداختن. حالا ببینیم این هفته دیگه چی میشه. اگه دیگه این هفته پستپون کردن، من یک کمی دلخور میشم. روز روزگارتون خوش. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بسیار ساده است. باز با آقای بهرامی پیشنهاد میکنم اگر میخوان به روشی که دوستمون برنامه میذاره ضبط کردن پیام یا روی کامپیوترتون، من یه دونه انکودر میذارم، 1 2 3 1 میزنید روشن میشه، 2 میزنید شروع میشه، 3 میزنید تموم میشه و میفرستید، ما اینجا براتون پخش میکنیم. خیلی ساده شده همه کارا، ازش استفاده کنید. مرسی که با من بودید. امیدوارم آقای وحید سعیدی حرف من رو بفهمه و این کار زشتش رو دیگه ادامه نده. دیگران هم، اون خانم حسین پور، اون نمیدونم، نه یه عده‌ای که آدم نیستن میندازیم بیرون، فرخ پیرنیا اینا میندازیم بیرون. خدا نگهدارتون، به امید دیدم.